سلام رنا، سلام شهرزاد، مهناز، آقای لطفی، خیلی خوش اومدین. من چند دقیقه لایو رو زودتر شروع کردم تا همه برسین. سلام مرمر جون، مرجان. این دوستمون کیان کیه؟ میخوای ریکوست لایو بدی با من؟ ببینیم. خوبین؟ همه خوشین؟ 13 به در تموم شد، 13 هاتون رو در کردین، نمیدونم سبزیاتون رو گره زدین. یه سال جدید شروع شد و دو مرتبه همه داریم با همدیگه کار میکنیم. امسالم که دیگه بچه ها گفتیم دیگه، همه تونم در جریان هستین که شماره 5، کسانی هم که باور ندارن به شماره عدد شناسی، خوبه که یک مقداری تحقیق بکنن که اصلا کل جهان هستی بچه ها با شماره و نمیدونم این برنامه ها هستش. لایو امروز در مورد این دوران قرنطینه است و اینکه آیا این دوران موقع خوبیه ما باردار بشیم و اینکه این زمان چه تأثیری روی جوانان و نوجوانان میذاره. یکی از بچه های خیلی گلی که دیروز با من جلسه گرفت که خیلی گفت من شما رو از 5 سالگی میشناختم و اینکه خلاصه هممون دوستان در این دوران یک تغییراتی به وجود اومده و چقدر خوبه که ما هممون این تغییرات رو بپذیریم. چجوری استرس رو با صفاست اینجا. من بچه ها هر وقت که میرم یه جایی رو میگیرم حتما باید توی طبیعت باشم. اردیبهشتی هم دیگه، طبیعت و درخت و گل و از این برنامه ها. بعد این خونه هم که من اجاره کردم، دیشب یکی از دوستام اومده بود میگفت وای چه بوی چند تا درخت نارنج و درخت پرتقاله که اینا الان گل کردن و تمام فضای اینجا رو بوی گل یاسمن که نیست، چی میگین گل چیز، گل مال درخت نارنج و پرنده هارم که میشنوین دیگه به یه باغ وشیه اینجا برا خودش. آره اردیبهشتی ها معروفن به طبیعت و نمیدونم چون خیلی بهار نارنج. آفرین به تو بهار نارنج. عدد 5 چیه؟ ببین یکی از مهمترین چیزی که ما روی عدد 5 میدونیم که امسال میدونین هم سال میلادی و هم سال شمسی 5 در میاد. اگه 2021 رو جمع کنین و 1400 رو جمع کنین شماره 5 میشه. شماره 5 بچه ها همیشه برای من اون تغییر یک دفعیه و چندین سال پیش اومدم گفتم که بچه ها سیاره یورانوس که سیاره تغییر، آفرین تغییره، که سیاره تغییره و یورانوس در واقع سیاره‌ایه که یهو قالی رو از زیر پا میکشه و بعد ما نمیدونیم کجا وایستادیم و یه اتفاق بعد یک اتفاق دیگه. ولی از دید جهان هستی وقتی که این اتفاق میفته، به خصوص دیگه راجب میدونیم که وارد عصر یورانوس شدیم و تمام این تغییرات و شیفتی که کره زمین داره میکنه در حال حاضر، چون انرژی سریعتر شده ماها هم خیلی اتفاقهای بیشتری در جهان هستی میفته. یعنی خیلی چیزا عوض میشه، جامون عوض میشه، آپارتمان عوض میکنیم، شهر عوض میکنیم، کشور عوض میکنیم، نمیدونم از الان برای من که از تلفنم، از لپتاپم، از همینجوری همه چی دائما داره عوض میشه. خب و وقتی که این اتفاق میفته مثل این میمونه که ما دیگه مثلا نزدیک امتحان نهایی که هست چجوریه که همه درس‌ها رو باید بخونیم، میفتیم تو استرس، کلی کلاسه و اینا رو همه رو باید قبول بشیم. بنابراین دیگه الان تا چندین سال پیش که اینا تمومم نمیشه همینجوری ما به همین سرعت پیش میریم. ببینید چه خبره. الان مثلا ما دیگه فکر میکردیم تا چند وقت پیش که خب دیگه اینستاگرام که این همه دنیا رو گرفت و نمیدونم یوتیوب و فیسبوک و دیگه چی قراره بیاد، دیگه همه اینا رفت. بعد یه متوجه شدیم که ایوا الان این داستانه چیه بچه؟ کلاب هاوس، همه ریختن تو کلاب هاوس، کلی اینستاگرامی ها از اینجا کشیدن بیرون رفتن تو کلاب هاوس. دیگه ما را مجبورمون کردن هر چی من میخوام با تکنولوژی جلو نرم بلمون نمیکنن. دیگه ما را هم کشیدن توی کلاب هاوس و بعد دو مرتبه من فکر کردم که خب چی کار میتونم بکنم که بیشتر. ببینین الان مثلا خب اینجا یه مقدار تعداد محدود بود، وقتی که میخواستین جواب سوالاتون رو بگیرین قراقاتی میشد، کامنت پشت سر همدیگه میومد. ولی در کلاب هاوس این چیز نیست، شما باید دستتون رو بلند کنین و علامت دست رو بزنین، بعد یه کسی که مادریتر میشه، حالا ممکنه یه نفر اینا نمیذارن من حرف بزنم بچه ها، فکر کنم باید برم تو اینا الان هیچ صداشون بلندتر میشه. اتاق میتونه که روم بهش میگن، اتاق میتونه یه دونه مادریتر داشته باشه، یعنی اون کسی که مبصر کلاس میشه، یا اینکه میتونه چند تا مادریتر داشته باشه که الان برای من زهره جون هست که روی کانال تلگرام من هم هست. بعد شماها به ترتیب دستاتون رو بلند میکنین، بعد سوالتون رو میپرسین، جوابتون رو میگیرین و همه این برنامه ها. کلاب هاوس داستانی که داره اینه که بچه ها یه قانونی گذاشته که به هیچ عنوان، البته چون ما ایرانی ها میدونین که خیلی قانون ها رو همه رو رعایت میکنیم، یه قانونی گذاشته که کلاب هاوس فیلتر شکن میخوان. اوکی ببین کلاب هاوس رو آره یه قانونی گذاشته که شما به هیچ عنوان نمیتونین چیزی از اونجا ضبط کنین و جای دیگه برین و ما باید همه این قانونها رو رعایت بکنیم که از اونجا مطلب رو ضبط نکنیم، به هیچ عنوان صدا یا چیزی رو جای دیگه نذاریم. کلاب هاوس الان فقط برای چیز اومده دیگه، آیفونی هاست. ولی چند روز پیش مریم جون به من گفت بیا توی کلاب هاوس، یه برنامه بود. صدام قطع شد بچه ها؟ پارازیت نفرستید خواهشم. یکی دیگه میگه نه فیلتر شکن نمیخواد. آره الان حتما باید با گوشی آیفون باشین. ولی اون روزی که من رفتم که این چند نفر صحبت میکردن، اینا گفتن که تا 2-3 هفته دیگه برنامهشون اینه که اندرویدیا رو هم بیارنشون توی کار. خلاصه اونجا قراره که یه جایی باشه که فرزن، البته خود چیزی که من داشتم میخوندم که کلاب هاوس میگفتش که ما میخوایم کسایی که واقعا دیده نشدن، شنیده نشدن توی اینستاگرام یا پلتفرم های دیگه، اونا بتونه صداشون شنیده بشه. بعد خب همه هر کسی میتونه نظرش رو بده، خیلی همه مؤدب، خیلی با احترام، مثلا جزء قانون کلاب هاوسه که ما باید خیلی با حرمت مؤدب صحبت بکنیم. و یه نفر گفتش که آره اینجا مثل اینستاگرام نیست که یکی بره عکسش رو 500 بار فتوشاپ بکنه بعد میلیون ها ویو بگیره. اینجا جاییه که همه اون کسایی که شاید 100 نفرم نتونستن تو اینستاگرام و این برون بر فالوور بگیرن ولی خیلی دانش و علم دارن و حرفای خوب میتونن بزنن، اینجا میتونن این کار رو انجام بدن. بعد یکی دیگه اومد گفتش که بابا جون همه اونا هم که روی اینستاگرام نیستن با 4 تا عکس و نمیدونم این داستانا بالا نیومدن. اینه که نمیشه همه رو یهو جنرالایز کرد که آره اونا نمیدونم همه با عکس و نمیدونم این برنامه ها بالا اومدن. ولی اینا گفتن که خب بالاخره همون کانسپتی که هر کسی برای خودش یه سری فالوور داره، خب فالوور ها الان شما مثلا این همه سال منو میشناسین، سودی برنت، فوری میان روی کلاب هاست منو پیدا میکنین، درسته؟ یا بچه ها چیزو میذارن. بعد میگفتش که خب مثلا سنوپ داگ اون خواننده سیاهه 3 روزه اومده، تو این 3 روزه یهو این 350,000 نفر فالووراش اومدن اونجا. حرفی هم نداره بزنه، ولی خب خیلی ها میان موزیک میذارن و از این برنامه ها دیگه. خلاصه من نمیدونم این داستانش چیه، ولی کلا من باید فعالیتم اونجا شروع بکنم که توی قصد، چون میدونین که من توی یک زمینه کار نمی کنم دیگه. توی این 30 ساله از ورزش و تغذیه و سلامتی و نمیدونم مریضی و بیماری و عرفان و شامنیزم و انرژی درمانی و کوچینگ و خلاصه هر چی که فکر بکنین. ولی 2 بار من الان اونجا رفتم، بچه‌هایی که اومدن باشون کار کردم، یعنی دونه دونه سوالاشون رو پرسیدم و به صورت رایگان مثل اینکه جلسه داشتن. در هر صورت حتما بچه‌ها اعلام میکنن، توی کانال میذارن که چه روزهایی من توی کلاب هاوس خواهم بود. اوکی، آره، مرسی عشقم. بچه‌ها امروز میخوام راجع به همین گفتم صحبتمون راجع به اینه که آیا در این دوران زمان خوبیه که ما باردار بشیم. اما قبل از این که تو گروه پیدا نکردی بیتا، دیدن شاهین در آسمون چه معنی داره؟ ببین من راجع به، میدونین که من عاشق شاهینا هستم، خیلی هم راجع بهشون صحبت میکنم. ماها انسان ها هممون یک سری حیوان روحی داریم طبق ماه تولدمون. مثلا من که اردیبهشتی‌ام، شاهین، شغال، خیلی جالبه چون خونه قبلی من دقیقا همین حیوانا دائما بودن. اینجا دیگه شغال نمیاد ولی خونه قبلیه کایوتی میگیم به انگلیسی، و همینگ برد هم نمیدونم فارسیش چی میشه، اون کوچولوهایی هن که نوک دراز دارن اینجوری بال میزنن که دیزنی هم لوگوی دیزنی لند بود. اونا مثلا حیوانای عرفانی من هستن که خب توی شامنیزم یه کورس دارم، شامنیزم، راجع به این صحبت کردم که کسای مختلف، ماهای مختلف چه حیوانهایی راهنماهاشون هستن. اگر که فرزند تو شاهین رو میبینی، یکی این که آیا شاهین حیوان روحی توه و بعد اینکه راهنمای توه. برای من بچه‌هاش دارکوب، نه دارکوب نیست عشقم، خیلی ریزن، به این کوچولویی هن و پالی چیز میزنم. بس هم برای من بچه ها شاهینا همیشه میان انرژی رو پاکسازی میکنن. بعد این اولین باریه که الان خونه‌ای که من گرفتم در یه جای تخته، من همیشه بالای کوه بودم، برای همین همیشه شاهینا اونجا میومدن خونه میذاشتن. الان وقتی اومدم اینجا میاد 1-2-3 بار مثلا هر از گاهی میاد، ولی نه اونجوری که اونجا مثلا خونهشون بود و دائما میچرخیدن و با من تماس داشتن. ولی و هر وقت که من مثلا وبینار داشتم که گروهی کار میکردم، اینا دائما میومدن همینجا میچرخیدن که انرژی رو پاک سازی میکردن. معنی های مختلف داره شاهین، عقاب، اینا برای من خیلی آگاهن. یعنی اون ببینین چون از اون بالای بالا، از اون بود بالا، چون میدونیم که عقاب ها در نهایت ارتفاع پرواز میکنن، کل عشق و آگاهی و نمیدونم همه چی رو دارن از اون سطح بالا میبینن. بهش میگن مرغ مرغ مگس خوار. اینا مگس نمیخورن عشقم، اینا فقط اون نوکشون رو فرو میکنن توی گل و شیره گل رو میکشن. آره خب در ضمن بچه اگر که توی پستای خیلی قبل برین، شاید الان یه سال از اون زمان گذشته که ما تمام حیوانا رو براتون میگفتیم که شما مال چه ماهی هستین، چه حیوانهایی راهنماهای شما هستن و معنیش و همه این داستانا. بچه ها زهره قراره بیاد امروز با من جوین بشه، ولی قبل از اینکه بریم اونجا میخوام همتون خواهشن این مسئله رو که میخوام باتون مطرح بکنم رو گوش بکنیم. در لایو قبلی من با اون دختر عشقمون راجع به وبینار من پرسید، خانم اسلامی راجع به وبینار من پرسید و من گفتم که من همیشه وبینار که میذاشتم افراد پرداخت میکنن و گفتم که این وبینار که تا هفته دیگه یا ممکنه یه هفته شاید مجبور بشیم باز عقب بکشیم شروع میشه، که برای مدیتیشن کودکان نوجوانان قرار بود بذاریم، ولی همه بزرگ سالان هم خواستن که شرکت بکنن. گفتم که ما معمولا افراد اول پرداخت میکنن، ولی کسانی که مشکل مالی داشته باشن نمیتونند، یعنی ما اجازه میدادیم که شرکت بکنن. این مسئله باعث شده که امروز بچه ها بر من پیام گذاشتن که 3 روزه همه تماس تلفنی که ما هیچ پولی نداریم، ما بی بضاعتیم و ما میخوایم در این وبینار شرکت بکنیم. قسمتی که من باهاش مشکل دارم دوستان، اون عدم شفافیته. خب یعنی اینکه وقتی که من میام وقت و زمان و خب چون این وبیناری که من میذارم فقط این نیستش که شما میبینین که من میام 2 ساعت هفته یک بار میشینم میرم، انقدر 8 نفر دارم پشت پرده، بچه‌هایی که برای من کار میکنن، از جواب تلفن، از پست درست کردن، از اینا دارن دائما حقوقشون رو میگیرن. خب پس بنابراین ما داریم خرج هم اینجوری داره میشه. من میام اون وقت و زمانم رو میذارم، این وبینارها رو میذارم که پولی که از اونجا در میاد ما 2 مرتبه بریزیم توی ایران برای فقیرها، برای بچه های کار و برای اینها. وقتی که شما این رو از من میشنوید ولی با وجود تمام این داستانا میان میگین نداریم، فقیریم، بدبختیم، نمیدونم چرا این چرا اون، این یه مقدار من رو ناراحت میکنه و میخوام خواهش بکنم ازتون، چون ببینین الان 20 ساله که من دارم با کامیونیتی ایرانی کار میکنم و الان گروه خانواده روحی گذاشتم که شما اونا حقوق میگیرن ولی شما رایگان دارین میرین اونجا که اطلاع بگیرین، حالتون خوب بشه، نمیدونم همه این برنامه ها. اما زمانی که بهتون میگن فرزن خیلی موقعیتتون خرابه، میگن یه جلسه با سودی جون بگی، شما میگین که من پول جلسه ندارم، اما چند روز بعد متوجه میشیم که شما پولتون رو جمع کردین که دماغ عمل بینی بکنین، یا اینکه طرف به ما گفته من واقعا به من میگن که این خانم خیلی موقعیتشون خرابه، پول ندارن، گفتن تخفیف میخوان، میشه بهشون تخفیف بدیم، من جلسه رو میذارم، بعد میبینیم که یه هفته دیگه همون خانمی که پول نداشتن رفتن تمام صورتشون رو کشیدن و کلی بوتاکس و نمیدونم الوبه، ولی به ما گفتن من هیچ پولی ندارم. خواهش من از شما دوستان اینه که ببینین این کار خیریه است. یعنی وقتی من میام میگم که من در خدمتم و میخوام رایگان کار بکنم و حتی وبیناری میذارم که افرادی که میتونن واسهشون میرسه پول بدن که باز ما بتونیم این پول رو بریزیم برای کسانی که فقیرن و اون موقعیت رو ندارن. چرا شمایی که دارین باید تماس بگیرین و بگین من ندارم و من میخوام رایگان شرکت بکنم؟ خواهشن این رو در نظر داشته باشین. این همه ببینین شما میان، من کانال خانواده روحی زدم، بعد افراد میان میگن که، یعنی کانالی که شما در نهایت شفافیتتون باشه، نمیدونم این برنامه ها، بعد اون وقت شما یکی میاد میگه که من این 3 تا کلاس سودی جون رو خریدم دارم، کی بقیه‌شو داره با هم دیگه رد و بدل بکنیم؟ یعنی سلامش تا چه حد ما میتونیم ناخالص باشیم که شما اومدین در کانال خانواده روحی من که داره درستی، رو راستی، اینا رو داره به شما یاد میده، بعد شما میان تبعیض میکنیم، میگه من 3 تا کلاس کورسشو خریدم، کی بقیه‌شو داره که من این 3 تا رو به تو بدم؟ اصلا من نمیفهمم، من موندم دوستان. بعد اون وقت ما میشینیم تعجب میکنیم که چرا مملکتمون اینجوریه؟ چرا میگین که ایران در نهایت تاریکیه؟ چرا اینجوری میگین؟ چرا اونجوری میکنین؟ خب فداتون بشم. آخه این ناخالصی ما، این شفاف نبودن ما، ایناست که داره. بابا اینجا قانون کارماست. شما اگه $5 پول وبینار بدین یا ندارین، به کجاتون چیز میشه که بیان با کلک و دروغ و نمیدونم فلاینا و بعد چند روز دیگه ما بفهمیم که نه شما واقعا داشتی و اومدی این اداها و این بازی‌ها رو در آوردی. خواهش میکنم روی این قسمت دقت بیشتری داشته باشین که اینجا قانون بذره. هر چی میکارین همون 2 مرتبه درو میشه. زهره جان خوش اومدی. مرسی. سلام به همه. سلام سودی جون. زهره سرتو شونه کردی یا نه؟ میدونی که الان کل کامل میگیری. چرا اینجا رو شونه کردم سودی جون، ولی اینجا رو نه. ببین پاس برای ما داستان تو لایو درست میکنم. نه دیگه، خب نصفشو به خواست ملت که دوست داشتم من موهامو شونه کنم، نصفشو شونه کردم، نصفشو به خواست خودم که دوست داشتم فرفری باشه گذاشتم اونجوری دیگه. عدالت رو رعایت کردم. خیلی خوب. سودی جون دیدم در مورد این برنامه وبینار دارین صحبت میکنی. من یه خود همین الان وارد شدم، میخواستم ببینم که چون یه سری از دوستان، نمیدونم شاید در مورد این داشتین صحبت میکردین که یه سری از دوستان که میگفتن که میخوان به رایگان وارد بشن و اینا، داستان این بود دیگه، داشتین صحبت میکردین. بله اوکی، پس جوابشون رو دادین، صحبت شده. بله اوکی. یه چیز دیگه هم که سودی جون یه خود برای بعضی از دوستان مطرح شده بود، این داستان کلاب هاوسه که مثلا میگن که سودی جون چرا تبعیض باعث شدن، راجب اونم صحبت کردم کردین. اوکی، پس چون من یه خود دیر اومدم به خاطر همون خواستم بطمئن. پس بریم سر بحث اصلی. آره اوکی، بریم سر اوکی. بحث اصلیمون که یکی نوشت که آیا به ریال هم میشه داد؟ بله عزیزم، ما پول رو داریم توی ایران خرج میکنیم، بنابراین ما اصلا ترجیح میدیم که افراد دیگر، ما همیشه این آپشن رو داریم که چون گفتم من خودم هم از قبل از عید تمام کورسایی که فروختیم، تمام جلسه های من برای دونیشن چی میشد زهره؟ خیریه، برای خیریه میره و ما اصلا ترجیح میدادیم که همه توی ایران بدن، برای ما هیچ فرقی نمیکنه چون اونجا داره خرج میشه. بریم سر صحبت امروزمون که چیه زهره خانوم؟ والا سودی جان، چون شما امروز قبول در مورد این دوست عزیزی که یه سال گریبان همه رو گرفته صحبت کنید. آره و در ضمن بچه‌ها دکتر فرنودی نتونستن بیان امروز صبح، به ما پیام دادن که متاسفانه براشون مسئله پیش اومده بود و ما هم که فوری همه چی روز جمع و جور میکنیم گفتیم خب لایو میریم، چون دیگه تو رو در واسه شما ها موندیم دیگه، اعلام کردن و همه این برنامه ها. حالا اینکه صحبت شد سودی، خب حالا شما بعداً با دکتر صحبت میکنیم، ولی یه داستانی که من خودم متوجه شدم، دلم خواست شما یکم در موردش صحبت کنی، این که مثلا خب ملودی الان به زودی میشه توی این چقدر حالت عصبی پیدا کردن. بچه های اینجا رو دارم میگم و خیلی توی مثلا با هم چالش پیدا کردن و چون همدیگر رو نمیبینن، چون از راه دور الان درس میخونن، خیلی روشون اثر گذاشته. سودی جون میخواستم یکم در مورد این لطف کنی صحبت کنی، به خصوص آره بچه که توی سن بلوغن. آره قبل از اینکه راجع به این صحبت کنم، چون راجع به این خبر خیلی هیجان زده شدم، بگم دیشب دوستم فرح اومد که ساپلمنت بگیره و گفتش که چون من میخوام برم هفته دیگه سان دیگو، که گفتم برم اونجا با آسیه یه مقدار فیلمم بگیرم براتون از سان دیگو و نمیدونم از این برنامه ها. فرق و منم باهاتون میام. و اینکه گفتن تمام اکثر ایرانی ها، چون من واکسن نزدم دوستان و نمیزنم، پریروزم نمیدونم هفته پیش بود رفته بودم با یه از این یه آقای امریکایی بود که بدون خونه از رو زمین نشسته بودم با این حرف میزدم بدون ماسک. بعد یکی از بچه ها چیزا گفت تو رو خدا نرو اینقدر خودتو بمال رو زمین و با این کووید میگیری و از این برنامه ها. ولی در صورت گفتش که همه اکثرا زدن اینجا توی امریکا ایرانی ها. و بعد اینکه تا جون، یعنی الان چه ماهی هستیم؟ اپریل، می، یعنی تا 2 ماه دیگه در امریکا همه جا باز میشه، چون اکثر افراد واکسناشون رو زدن. و این خیلی خبر خوبیه که همه جا باز میشه، به خاطر اینکه اقتصاد 2 مرتبه تکون میخوره و حرکت میکنه. این از این قسمت. این اول میخوام زوره جون، قبل از اینکه چون زوره بچه‌های دختر تینیجر داره الان ملودی رو راجع به صحبت کرد، ولی اول میخوام راجع به این قسمت رو جا بندازیم که آیا الان موقع خوبیه برای اینکه ما باردار بشیم. جواب اینو بدم بعد بریم سراغ تینیجرها. ببینید نظر من واقعا فقط یک نظر شخصیه. من فکر میکنم که الان ما در یکی از حساس‌ترین دوره ها و زمان ها هستیم. اگر سمینار من رو روی یوتیوب نگاه بکنین، سودی یزدی سمینار این دبی که 3 روز بود، که اون روزم گفتم خیلی قطع شده به خاطر اینکه خیلی اتفاقهای هیجانی افتاده بود و اونم به ضرر من تموم شد وقتی آپلود کردیم، چون دیگه خیلی سر و صدا شد و این برنامه ها. حالا اونا بماند، تو جزئیاتش نمیرم. ولی از اونجا گفتم که بچه هایی که از سال 2000 متولد میشن با دی ان ای کاملا متفاوتی میان و این بچه ها رو بهشون میگیم لایت ورکر، یعنی خیلی حس های اینها بازتر میان که نور بیشتری به وجود بیارن. اما یک پرانتز، خیلی از این بچه هایی که در این دوران، چون میدونین که یکی از بچه هایی هم که من قبلا باش لایو رفتم، مثلا امید چند وقت پیش خودکشی کرد، در این چند سال اخیر خیلی بچه های جوان و تینیجر خودکشی کردن، به خاطر اینکه اینها به خاطر این ایمپت بودن. یعنی که گفتم ایمپت کسایی هن که مثل خود من که ما همه چیز رو حس میکنیم، یعنی فرضاً یک کسی از یک جای دیگه یه دفعه انرژی و حس اون رو میگیریم، حالش رو میگیریم، نمیدونم همه این برنامه ها. خب و ماها هستیم که به خاطر حساس بودن و باز بودن تمام سلول هامونه که این قابلیت چنل کردن، اطلاع گرفتن و هیلر بودن، شفا بودن، این رو داریم. ولی در عین حال ما خیلی نازکتر و شکننده ایم، به خاطر اینکه همه چیز روی ما اثر میذاره. خب فرضاً براتون گفتم که من زمانی که رفتم پرو توی جنگل های آمازون که با این شمنها کار کردم، اینا 3 شب یه سرمونی دارن که آیواسکاست، راجب اونم اگر نمیدونین روی یوتیوب برنامه دارم، که اینا یک درخته که بهش میگن که درخت آیواسکا، یعنی درخت شفا بخش. چوبهای اونو میکنن با یه سری برگ از یه گیاه اینو میپزنش روی چیز، تبدیل میشه به یک چیز زهرمار که وقتی شما یه دونه شات از اینو میخورین بلا فاصله این در مغز DMT ترشح میکنه، مثل ماریجوانا کشیدن یا چیزی، ولی اینم گیاه دیگه. بعد یه دفعه شما میرین توی حالت خلسه که تمام سنسای مغزی شما باز میشه، یعنی گذشته و آینده و نمیدونم پدرتون و مادرتون، همه چی در یک آن توی کله شما میاد. اون رو روی یوتیوب برنامه دارم، میتونین برین اون رو نگاه بکنین. ولی در این قسمتی که بهتون میگم، بچه های جوون در واقع این حالت رو دارن، یعنی شما فرزند میتونین با شوهر، اینا میتونن تو اتاقشون باشن، گوشی هم تو گوششون باشه، دارن یه چیزی گوش میدن، ولی دعوای بیرونشون پدر و مادر رو میشنون و میفهمن، چون انقدر سنساشون بازه. به خاطر همین قضیه از خیلی از این بچه ها به خاطر حساس بودنشون نمیتونن این انرژی سنگین کره زمین رو بکشن و باهاش ادابت بشن. مثلا امید، خب میگم خیلی سال پیش اومد پیش من که مواد مخدر زیاد باشم، 2 تا لایو رفتم که امید تعریف کرد از این که دیگه همه مامانش همه از خونه انداخته بودنش بیرون تو خیابون، میگفت میرفتم دزدی میکردم، چک میکردم ببینم در کدوم ماشین بازه فلا اینا. اون حساسیتشون یکی از چیزاست که به طرف مواد مخدر و مشروب کشیده میشن که اون حال بدش نمیتونن این همه سنگینی رو تحمل کنن، اون حال بدشون رو خوب بکنن به عنوان مسکن. و دوم این که نمیکشن دیگه، یعنی سنگینی زمین رو برای همین ما خودکشی خیلی زیاد داریم. اینو خواستم بهتون بگم برای کسایی که الان این دوره میخواین باردار بشین، در نظر داشته باشین که این دقیقا مثل این واکسنه میمونه، یعنی هنوز شما نمیدونین که چه اثری داره، چی میشه. یعنی الان تمام کسایی که دارن استفاده میکنن موش آزمایشگاهی هن. تا بعد چند سال دیگه تازه میزنی کاره این نمیدونم اینو اینجوری کرد، نمیدونم اون اونجوری. هنوز کسی چیزی 100% در موردش نمیدونه. برای منی که خودم بیشتر توی فانکشنال مدیسن هستم، دکترهایی که بیشتر باشون در تماسم کسایی هستن که اول MD بودن، یعنی دکتر شدن و تشویق شما اینجا اینا شروع کردن، بعدن فانکشنال مدیسن بچه ها، یعنی این که اگر که من نخوام دارو و دوا و بشنم، فقط نسخه نویس باشم، چه مدل دیگه‌ای، چه راه درمان دیگه‌ای برای مریضی ها و بیماری ها و اینا هست که بعد ما میام توی گیاه درمانی، میام توی کار کردن روی ذهن و رو. تمام کسایی که توی فانکشنال مدیسن هستن تا اونجایی که من میدونم و باشون چیز دارم، اینا مخالف واکسن هستن به هر شکل و نوع و نمیدونم هر مدلش. ولی در صورت در حال حاضر اگر از من میپرسین، من اصلا زمان رو مناسب برای بارداری نمیبینم، به خاطر اینکه همونجوری که گفتم ما فقط ای پدر سوخته این رفت تو، من در خونم وازه و این سمورا رفتن سراغ میز و بادو. آره آی بیاید بیرون در سوخته ها، بادو ما رو نخورید. آره میخوای سودی چون بری بیرونشون کنی؟ میخوای بری بیرونشون؟ نه دیگه باید پاشم برم، بعد در رو باید ببندم دیگه، رفتم سر میز دیگه، برشون کن. یه دونه ویدیو گذاشتم که یه ساعت رفتم بیرون غذا بگیرم، اومدم بشته بود کیک و سر میز جشن گرفت. آره دیدم رو کانال انگلیسیم که کار سنجاب بودن میخور سنجاب. آره بنابراین در حال حاضر با این انرژی، با این موقعیت که واقعا همه چیز داره با یک سرعت و چرخشی میره که شما یک ثانیه رو تا ثانیه دیگه نمیتونین متوجه بشین، من پیشنهادم این نیست که الان باردار بشین. و بعد بچه ها وقتی که میخوان باردار بشیم بیام پیش خودمون، چون من خیلی جلسه میذارم دیگه. ببینین من اول معتقدم که اولین مرحله خودشناسیه. اول خودمون بشناسم. اکثر ماها حالمون با خودمون خوب نیست، جامون با خودمون درست نیست. بنابراین منی که حالم با خودم خوب نیست، جام با خودم درست نیست، بعد فکر میکنم که حالا آوردن بچه و یک موجود دیگه من رو، اون خلأ من رو پر میکنه، اون حال بد من رو خوب میکنه، کمبودهای من رو برطرف میکنه. در صورتی که شما نمیدونین وقتی که من حالم خوب نیست، بعد اون وقت چه میدونم شب تا صبح یه بچه هم هر یه ساعت بخواد گریه کنه و نق بزنه و بخواد بشاشه و بخواد عوضش بکنه و دلش درد میگیره. خب من خودم حالم با خودم خوب نیست. بعد اون وقت این میاد تمام سیستم و زندگی منو به هم میریزه. بعد اون وقت باید متوجه باشیم که وقتی که بچه میاریم، اون وقت این قضیه هستش که بچه، داستان بچه مثلا لباس نیست که میرین میخرین بعد یه هفته دیگه دلتون رو میزنه میبرین پس میدین. شما نمیتونین بچه دار بشین بعد یه هفته بعد برین به مغازه بگین اشتباه کردم، این خیلی چیزه، میشه عوضش کنم، یا ریترن پالیسیتون چیه، برمید میشه بهش دیگه ندارین دیگه. شما وقتی بچه دار شدین هموم شد یک عمری. و الان ببینین شما نمیدونین تو این چند سال اخیر چقدر من جلسه دارم با مادرهایی که طلاق گرفتن، شوهر ندارن و خودشون فرزنداشون رو بزرگ کردن. و خیلی سخته بچه ها. وقتی شما یه زن تنهایین، بعد یه دونه دوتا بچه رو کار باید بکنین، پول باید در بیارین، بچه ها رو باید، یعنی واقعا یک فاجعه است. اینه که بیشتر روی این قضیه فکر بکنین. اگر که هنوز خودتون رو نشناختین، اول خودشناسی بکنین. اگه احساس خلأ و تنهایی میکنین، برین روی اون خلأ و تنهایی کار کنین. اگه دعوا با شوهرتون دارین، مرافع دارین، بچه کار رو بدتر و خرابتر میکنه که بهتر نمیکنه. این نظر شخصی من بود. سودی جان، الان که دوستانمون گفتن که نظرتون محترمه، ولی اگر وایستیم روشن ضمیر بشیم بعد بچه بیاریم دیگه درسی نمیمونه پاس کنیم. عشقم، آخ 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 آخ، این چه منیتی بود که اینو پرسید. بچه ها باور داشته باشین، خود من که این همه دارم چه میدونم برای یه سری گروهم، یه سری دنبال من از 20 سال پیشم، هنوز که هنوزه من از صبح تا شب داستان دارم. این گولو نخورین فداتون بشن. انقدر هر روز از صبح کلاسه. سودی جان، اتفاقا الان اینو که گفتین، یکی از بچه ها اینو برای من فرستاد که چند سال پیش بچه دار که شده بوده، مامانش و خالش بهش میگن، یعنی اونا تصمیم میگیرن که این دیگه نباید بچه دار بشه، یه دونه براش بسه. بعد این خیلی خشم بر مادر و خالش داشت که چرا اینا، مثلا میگو من اون موقع ضعیف بودم و به حرف اینا گوش کردم، ولی من الان تلاش میکنم که بچه دار بشم ولی نمیتونم و برام سخته، یاد این موضوع میفتم، نمیتونم اینا رو ببخشم. که من گفتم عزیزم، شما وقتی که تو اون موقع تو اون سطح آگاهی بودی، بذار سریع ببرم. ایشون سر کلاس بخشیدن هستن و چون شما عشقم سر کلاس، برو روی کلاست. ببین یه زمانی هست که من کلاس رو نمیدونم، یه زمانی هست که یکی کلاس رو به توجه من میاد. کلاس تو بخشیدن عشقم. اولا که کسی به زور تو رو، ببین مشکل ما مسئولیت نپذیرفتن. من به تو قول میدم که اون اثری که اونها روی تو گذاشتن شاید 20% بوده. مگه تو از خودت عقل نداشتی؟ مگه نمیدونستی چی کار میکنی؟ برای چیه کس دیگه باید بیاد به تو بگه چی کار بکن چی کار نکن؟ پس تویی که مسئولیت نمیپذیری، حالا هم نمیخوای مسئولیت بپذیری که آقا جون این کلاس منه و من باید روی این قسمت کار بکنم که برم روی بخششم کار بکنم که بتونم ببخشم. بعدم الان ما داریم صحبت میکنیم که آقا زمانش درست نیست اصلا برای بچه دار شدن. شما برو اول خودتو پیدا کن. کلاس خیلی هنری هستی. منی که تنها زندگی میکنم نمیتونم کلاسامو پس کنم، چه برسه دیگه از صبح 10 تا کلاس دارم. تازه نه با کسی زندگی میکنم، نه کسی تو فضامه، نه نمیدونم هیچی، نه از صبح تا شب 100 تا کلاس و درس دارم، چه برسه دیگه برای کسی که شوهرم داره، حالا یاری داری نداری، یه بچه هم داری. و بله زوره خانم. سودی جون، یه خانمی گفتن که پسر 17 ساله‌ای دارن که مدرسه تیزهوشان میرفته، بعد خیلی بچه خوب و مؤدب و منتها الان یه مدتیه که سیگار میکشه و یه چیزی نوشتن و من نمیدونم، حالا دوستان نخندن، نمیدونم اسمش گله یا گله، نمیدونم چیه، گل فکر کنم، یه جور مواد مخدره مثل این که میکشه و خیلی مثلا بی احترامی میکنه به پدر مادرش، خیلی حالت پرخاشگری پیدا کرده و اینا خیلی ناراحتن، پیش مشاورم بردن ولی هیچ کمکی بهش نشده. میگفتن که ما مثلا چی کار باید بکنیم، خیلی ناراحت پسرشون هستن. آره الان این صحبت که شما کردین، گفتین که اینا روحای حساسی هستن، من گفتم اینو حتما عنوان کنم، چون اینا خیلی الان این موضوع الان براشون خیلی آزاردهنده شده، یعنی ناراحت بچه‌شون هستن. آره متوجه. ببین چند تا قضیه اینجا هست، چون من با افرادی که اعتیاد داشتن خیلی کار کردم. نوجوانا رو میدونی من خیلی دوستشون دارم و عکس الانم توی کانالای من میدونین که 60-70% فالوورای من بچه و نوجوانن، که خیلی همیشه میگم من از این قضیه خیلی خوشحالم، چون که ببین من به خاطر باز بودن ذهنم از بچگی و تا به امروز، من چون ذهنم بازه هیچ گیری نداره، همه رو میتونم بفهمم. برای همین هستش که شاید بهتون بگم، اگه مثلا من میخواستم بگم که خب حالا من بیشتر با تینیجرها کنکت میکنم، جور میشم، درک و فهم دارم، یا بزرگ سالم، گفتم با بچه ها، به خاطر اینکه من با بچه ها بیشتر دوست دارم بازی کنم، نمیدونم 4 تا بچه فوتبال بازی میکنن، میخوام برم باشون بازی کنم، چون هنوز همون بچه کوچولو هم که همون سودی 10 ساله است که از در و دیوار بالا میره و میخواد بازیش هم بکنه، بعضی وقتا هم میاد اینجا جلو دوربین میشینه و یه نقش دیگه بازی میکنه، ولی کلا اصل من همون بچه بازی گوشه است. اما با دونستن همه این داستانا، با خیلی از افرادی که چیز دارم اینه که اولا شما مسئله سیگار یا ماریجوانا کشیدن، ببین الان ماریجوانا کشیدن در امریکا برای بچه ها اصلا جز برنامه است. همین هفته پیش خانمی تماس گرفتن با من که من با شما جلسه بگیرم، پسرم متوجه شدم که داره ماریجوانا میکشه. گفتم خب بکشه خانم، اینقدر مسئله اینقدر گنده نیستش، الان همه بچه های مدرسه دارن میکشن. خب در چند تا یه برنامه حتما برن نگاه کنن، راجع به اعتیاد بود، تو واردی به برنامه ها که گفتم ببین اعتیاد، ما نباید بپرسیم چرا اعتیاد، چرا درد، سوال درستی که ما باید بپرسیم. اگر که من به طرف مواد مخدر کشیده میشم، یعنی یک درد و زخم‌های عمیقی هست که در حال حاضر نمیدونم باهاش چی کار بکنم و مواد مخدر و الکل رو استفاده میکنم برای اون که حس بدم رو عوض بکنم. پس قضیه ماریجوانا و سیگار کشیدن نیست. این بچه الان 17 ساله شده، حالا هوشتیزه، نمیدونم همه چی، و ما این مسئله رو خیلی اتفاقا بیشتر تو بچه های خیلی باهوش و تیز و نمیدونم این برنامه ها میبینیم. اوکی؟ این استش که وقتی که این پسر الان 17 ساله شده، تازه صدای خودش رو پیدا کرده، الان داره به خودش میگه که الان وقت چیز کردنه، یعنی انتقام گرفتنه برای زخم‌هایی که شما در من به وجود آوردین، برای اینکه ترک شده بودم، برای اینکه توجه نگرفتم، برای اینکه الو بلوبه. الان ما لایو رو باز میکنیم، تینیجرهای ما بیان بالا صحبت کنن، ببین چقدر زخمی هن. تو بچگی توجه نگرفتم. و مشکلی که من دارم به این پدر مادرها این استش که ببین اکثر ایرانی ها از یک نسل عقبتر نیستن، از 4 تا. همین دیروز یا پیروز بود با کی جلسه داشتم، یه خانمی بود که تقریبا از 39 سال. گفتم ببین عزیزم، شما جای مادرت هم نه، مادر بزرگ تو 3 تا نسل عقبی. آخه چطور ممکنه یه آدمی از ایران پاشه بیاد بره اروپا زندگی کنه ولی باورها و عقاید فسیل 3 والا مادر بزرگ که منم اگه میدیدمش انقدر اینجوری نبود، 3 تا نسل عقب. بعد اون 3 تا 4 تا نسل عقب حالا بچهشون الان مال 4 تا نسل جلوتره. من راجع به این خیلی صحبت کردم. خب بابا جون، ما یه چیز کوچیک نداریم، این بیتوین یه گپ کوچیک نیست، یه گپیه که این نسل جدید مال الانن، شماها مال 4 تا نسل قبلی. خب یه گپ بزرگ، شما نمیتونین با هم ریلیت کنین. دقیقا. شما بچه ها رو نمیتونین. آخه مشکل میدونین چه سودی جون؟ حالا گفتین که مثلا به خصوص افرادی که حالا بیان خارج از ایران، واقعا بچه این الان یه مسئله‌ایه که خیلی از بچه‌ها اینجا باهاش مواجهن، این که بچه‌ها دو فرهنگه میشن. یعنی بچه‌هایی که به خصوص اینجا به دنیا میان، مادر پدرایی که نمیخوان خودشون رو یه مقدار به قول معروف آپدیت کنن. به نظر من مثلا من خودم شخصا یه چیزایی که تو فرهنگ خودمون میدیدم برای رشد خودم به هیچ دردم نخورد، گذاشتمش کنار و اصلا اونو در مورد بچه خودم استفادهش نمیکنم. ولی خب خیلی هستن که هنوز مثلا میگن نه ما سنتمون اینه، نمیدونم رسممون اینه، مامانم چی میگه، خالم چی میگه، اینطورین. خب و این بچه‌ها واقعا احساس دوگانگی میکنن، نمیدونن مال این کشورن. خب اینجا بزرگ، اینجا به دنیا اومدن با فرهنگ اینجا، بعد از اون ور مال ایران. این بچه‌ها واقعا دارن اذیت میشن، چون حالا مثلا میگم توی ایران مشخصه همه یه جور همگانیه. بچه هم خود من که توی ایران به دنیا آمدم بزرگ شدم، خب میدونستم هممون تقریبا همین هستیم. ولی بچه‌هایی که اینجا هستن واقعا خیلی اذیت میشن تو این زمینه. از لحاظ منتالی میخوام بگم خیلی فشار روشونه، چون واقعا اونطوری که باید درک نمیشن. توی مدرسه یه جور آموزش میبینن، یه روشیه، بعد توی خونه یه جور دیگه. حالا تکلیف اینا چی میشه؟ قبل از اینو نگه دار، ولی قبل از اینکه اینو بگم یه کامنتی رو خوندم که یکی از دوستان نوشتن والا ما از بچگیمون 1000 تا مشکل داشتیم ولی نه سیگار کشیدیم نه مواد مخدر استفاده کردیم. این دقیقاً بزرگترین مشکل ماست که ما ببین، یکی از خواهشان مادر و پدرای عزیز متوجه باشیم، شما یکی از بزرگترین مشکلاتتون اینه که بچه‌هاتون رو با خودتون مقایسه میکنین. این اشتباه شماست. ببینین اینا یک نسل دیگه. شما فکر کنین که شما ماره کره زمینی، این بچه‌ها از کره مریخ اومدن. وقتی من میگم DNA اینا فرق میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه هوش و ذکاوت و تیزی و تندی و اینا معلم شما. من چندین بار اینو گفتم، پدر مادرای عزیز شما چیزی ندارین به بچه‌هاتون یاد بدین، پس دست از معلمی وردارین، اجازه بدین اینا که معلمای اصلیان به شماها یاد بدن. مقایسه اشتباه ترین کاره. من اتفاقا تو اون تئاتر خانواده 99 سنتی که بازی میکردم که کمدی بود، پسری که این تئاتر ما رو نوشته بود، ایمان بچه جوونیه که امریکا بزرگ شده و دقیقاً این رو به عنوان طنز آورده بود که پدرش هم گفت ای بابا نمیدونم من هم سن و سال تو بودم 10 تا اینجوری میکردم، پدرم تو سرم میزد، عذرخواهی میکردم جلو دولا راست. خب این مشکل ماست. این نسل اون نسل، شما نمیتونه خودتون رو با کسی مقایسه بکنی. مقایسه شما اشتباهه. شما حرف من رو نمیشنوین. این نسل متفاوته، درسته؟ یعنی اینکه ما در اون جوری که شما بزرگ شدین فرزند به شما یک جوری گفته میشد، چپونده میشد، مغزتون شستشو داده میشد که شما برده این. اینو متوجه بشین. نسل قدیمی ایرانی با بردهداری بزرگ شده. خوشبختانه من جزو اون گروه نبودم، برای همینم تعجب میکنم، میگم ای بابا من که خب منم که تو تهران بزرگ شدم، نمیدونم فلان، اصلا اینجوری نبود، میتونستم هرچی دلم میخواد برم، دنیا رو به هم میریختم، از در و دیوار بالا میرفتم، تا 12 شب تو خیابون بازی میکردم، کسی نمیتونست جلومو بگیره، کسی نمیتونست چیزی بگه، ولی من استثنام توی اون قانون. الان نسل جدیدتر بعد از من هنوز اون منتالیتی فسیل 4 تا نسل قبل رو داشته، برای اینکه مغزای ما رو شستشو کردن به بردهداری. مشکل اینه. پس بنابراین به ما یاد داده بودن که آقا اگر از پدر مادرت کتک میخوری، اگر نمیدونم تو رو بدبختت میکنن، اگه به زور شوهرت میدن، اگه به زور زنت میدن، اگه تمام لگتت میکنن، تمام احساس قدرت تو، تصمیم گیری تو، همه چی تو ازت میگیرن، بازم پدر مادرتن، بازم تو باید احترام داشته باشی، بازم تو باید نمیدونم به اینا تا روز آخر عمرشون برسی. خب این اشتباه است. اگر شما برده بودین نباید بخوان که نسل بعدم برده بشه مثل شما. ما از دنیا عقب موندیم از نظر فرهنگی. خواهش میکنم از این باوراتون در بیان. اونایی که الان میشنن بر ضد من میگن ای بابا فرهنگ ما. بله ما یه موقعی فرهنگ داشتیم، الان نگاه کنین کجاییم. دقیقا. خب چی گفتی زهره؟ هیچی میگم، گفتم دقیقا. نه واقعا اونجایی که گفتم بگو حالا. نه همین صحبت این بود دیگه، دوگانگی فرهنگی که بچه ها واقعا خیلی اذیت میشن. البته هر کدوم از بچه ها تو هر جای دنیا که هستن یه چالشی برای خودشون دارن، فرق نمیکنه. بچه های ایران چالش های خودشونو دارن، اصلا هر آدمی تو این دنیا واقعا چالش های خودشو داره. این مقایسه کردن خیلی اشتباهه. بعضی مثلا میگن که حالا باز شما اون ورین، ولی به هر حال اینورم داستانای خودشو داره. اصلا هر کسی در درون خودش داستانای خودشو داره. اینه که اصلا مقایسه کردن اشتباهه. دقیقا مقایسه کردن اشتباهه. و اینکه میگم ببینین ما واقعا، ما انسان ها تا زمانی که واقعا از اون باکس هامون در نیایم. وقتی من میگم باکس منظورم چیه؟ یعنی خب شما میدونین وبینار من، تمام صحبت های من همیشه راجب لیبریشن، یا کلمه لیبریشن یعنی آزادیه. من تمام این کارا رو میکنم، عرفان و نمیدونم آگاهی برتر و حضور کامل و چی، که به آزادی برسم. وقتی بهتون میگم بچه ها اگر شما دنبال مذهبین شما تو باکسین، کما اینکه چند هفته پیش جلسه ای داشتم و گفتم خانم، از من پرسیدن میدونین من آخه به خاطر اینکه نمیدونم مذهبم فلانه، گفتم خب شما عزیز من در باکس هستی. گفتم دنیای درون رو بگی حالت انقدر بده حالت خوب بشه. گفت من به خاطر تعهداتی که دارم چون رفتم تو این مذهب. گفتم خب این کلته. کلت چی میشه؟ کلت مثلا ساینتولوژی که یکی هم کامنت گفته بود که راجب ساینتولوژی بگین. ببینین ساینتولوژی یک در واقع اون کسی که ساینتولوژی رو نوشت خیلی آدم آگاه و چیزی بود. بعد یه سری اومدن از این استفاده کردن که تام کروز رفت جزو این ساینتولوژی شد. یکی دو تا از هنرپیشهایی که میخواستن خودشونو بکشن بالا رفتن قاطی اینا شدن. و اون گروهی که اون بابا که مرد، اونی که باز کننده این بود و نمیدونم این داستانا، ولی یه گروهی اومدن به صورت کالت یعنی یه مذهبیه که شما رو توش گیر میندازه. مثلا اگه شما برین توی این باشون شرکت کنین، میارنتون توش و آگاه میکنن و روتون سرمایه گذاری میکنن و کلاس انگلیسی بهت یاد میدن و نمیدونم هنرپیشگی بهت یاد میدن و تو هالیوود میکشنت بالا و همه این کارا رو میکنن که یکی از بچه‌های ایرانی خودمونم که اسم نمیارم که از این طریق خودشو کشید بالا و به هنرپیشگی رسید و از این برنامه ها. این داستان چیه؟ وقتی که شما از اینجا بخوان بیان بیرون بگین آقا من دیگه نمیخوام اینو داشته باشم، این مذهب و تو گروه شما باشم، اون وقت تهدیداشون شروع میشه، دنبالتون را میفتن. اینو بهش میگیم کلت. من با کلمه فارسیشو نمیدونم چیه، ولی در هر صورت آره، یعنی تو میری آره یه گروه و مذهبی میشی که بهش میگیم کلت، یعنی اینا دقیقا تو رو شستشوی مغزیت میدن و بعد تو گیر میکنی تو اون گروه. آها راستی الان یادم اومد، یه داکیومنتری راجع به همین ساینتولوژی من چند سال پیش روی نتفلیکس دیدم که چند نفر آدم اومدن و داشتن میگفتن چه تهدیدایی اینا رو کردن، چه جوری دنبالش، اصلا چند نفر رو کشتن که یک داکیومنتری راجع به این چیز ساختن. ولی شما وقتی ساینتولوژی رو میخونی، اون چیزی که اون بابا نوشت حرفای خیلی خوب زد، راجع به آزادی کامل بود، ولی یه سری اومدن اینو کالتش کردن و ازش استفاده کردن و خب چون اینا رو شستشوی مغزی میدن، پولاییه که اینا میریزن تو این سیستم، یعنی خدا میدونه که چه پولایی میریزن. حالا پیروز به این خانم میگم که عزیز من تو انقدر انگزایتی داری، حالت خوب نه، روحی، برو بیا این وبینار دنیای درون من، این به شما کمک میکنه. میگه نه خب من توی یه مذهبی هستم که اون مذهب من، میگم من دارم راجع به آزادی صحبت میکنم، اصلا ربط به من میخوام تو رو از این باکس، از این جعبه مذهبی در بیارم. منظور من اینه. اوکی سودی جان، الان یه دوستی، ببخشید الان اینو گفتین برای دوستان، بعد حالا صحبتتون که چیز کردین تموم شد، یکی از دوستان اینو فکر کنم اشتباه متوجه شدن در مورد بچه‌ها که شما گفتین که بچه‌ها نسل آگاهن، به خصوص اینا که از سال 2000 اومدن، میگن یعنی هر کاری بکنن ما دیگه هیچی بهشون نگیم، واقعا هر چی دلشون میخواد انجام بدن بدون هیچ تذکری. ما نمیدونیم چه زمانی واقعا بهشون باید تذکر بدیم. آره سوال فوق العاده خوبیه، هر کسی که این رو پرسید. ببینیم، من همیشه معتقدم که چیزها باید ریشه‌ای باشه. اوکی؟ من به خاطر اینکه به یه مرحله‌ای رسیدم که ذهن و منیتم رو کنترل کردم، الان میتونم اینجا در نهایت آرامش و وصل بودن و یکی بودن اینجا بشینم. 2 دقیقه دیگه میتونم تو کوچه فوتبال بازی کنم که بچه های 14-15 سالم به پای من نرسن. یک عمری من روی خودم کار کردم. حالا الان مثلا دوست من میگه 3 تا پسر بچه داره که اینا از در و دیوار بالا میرن، اصلا از صبح این فقط داره جیغ میکشه و هوار میکشه و اینا رو چیکارشون کنم، آخه تو نمیدونی و نمیدونم، از در و دیوار بالا میرن. این 3 تا پسر بچه وقتی که من میرم پیششون، شخصیتشون کاملا تغییر پیدا میکنه. انقدر اینا آروم و آگاه و مؤدب و چیز هستن که تو نمیتونی تصور کنی این 3 تا همون 3 تا. اوکی؟ پس در اول اینو به خاطر داشته باشین که شروع کار، یعنی بچه وقتی که در نطفه هست، شما از اون زمانی که تصمیم میگیرین زن و شوهر با هم سکس داشته باشین و این نطفه به وجود میاد، بوم، از اونجا شما چجوری فکر میکنین؟ چجوری حس میکنین؟ آیا از صبح تا شب در جیغ و داد و نمیدونم دلهوره و ترسین؟ یا اینکه در نهایت آرامش موزیک سمفونی برای بچه میذارین، بچه رو تو شکمتون ناز و نوازش میکنین، از روی شکمتون ماساژ میدین، به اون بچه وصل میشین، دارین باهاش صحبت. بابا کار از ریشه باید درست باشه. متوجهین؟ اگر که شما خودتون اصلا حضور در لحظه رو نمیشناسین، اون آرامش درونی درتون نیست، از صبح 1000 تا چیز مغزتون داره این ور اون ور میره، بچه‌ای که انقدر حساس میاد به شما میگه مامی من میخوام اینجوری بکنم اونجوری بکنم، شما اصلا نمیشنوین بچه‌ها که بچه حرف نزن، اینجا مگه ما میکردیم، مگه دوره ما غلط کردی، چه پررویی، چه نمی‌دونم فلانی. وقتی شما داری اینجوری رفتار میکنی، خب اون کل بیس آگاهیه، از اونجا باید شروع بشه. الان این خانومی که برگشتن گفتن پسر 17 ساله که جزو تیز هوشان بوده الان شروع کرده ماریجوانا میشه، سیگار میشه، دو تا دادم داره سر ما میزنه. برای چی؟ داد 3 سالگی و 4 سالگی و 5 سالگی و 7 سالگی، اون موقعی که شما حضور نداشتین و ندیدینش و نشنیدینشون و هرسش دادین و نمیدونم انقدر جیغ و داد کردین، امنیتش رو ازش گرفتین، محیطش رو ناآروم کردین، اون الان داره جیغ و داد اونو میزنه. و درسته الان شما دیگه نمیتونین کاری بکنین تو 17 سالگی. درسته روانکاو درست میتونه اون بچه رو ببره تو کودکی و از اونجا زخم‌های اونو مرهم کنه. ولی اون بچه اگر روانکاو خوب، کوچ خوب، هیلر خوب اون بچه رو ببره تو کودکی، زخم‌هاش رو مرهم بذاره، فضای انرژیش رو عوض کنه، بعد دوباره فردا اون به محضی که از هیپنوتیزم در میاد، در اون کاووس وحشت شما، زخم‌های شما، ناآگاهی شما، محیط ناآروم خونه شما قرار میگیره. درسته اون روانشناس و هیلرم نمیتونه به اون کمک کنه. پس سودی جون به این نتیجه میرسیم که در درجه اول خود پدر مادر بر رو خودشون کار کنن و خودشون نیاز به تراپی دارن. ایقا من چند روز پیش یه خانومی با من تماس گرفتن، گفتن که میخوام برای پسرم جلسه بگیرم سودی جان. گفتم پسرتون چند سالشه؟ گفتن 30 سالش. گفتم پس شما احتیاج به جلسه دارین؟ گفتن که برای چی؟ گفتم چون پسر 30 ساله خودش عقلش میرسه میتونه جلسه بگیره دیگه. شما انقدر کنترل داری که داری اونو مریض و بیمار میبینی و اومدی برای اون میخوایم برای اون جلسه بگیریم. دیگه هم به من زنگ نزدن چون میدونم بهشون برخورد. گفتن یعنی شما میخوام بگی من مشکل دارم؟ گفتم بله. من فقط به خاطر تلفونا که من میخوام برای اون جلسه بگیرم، ولی خب دیگه من انرژی کل رو تو یه ثانیه صدا نمیدونم از اون ور دنیا میگیرم. من میدونم یک مادری که انقدر کنترولینگه، انقدر فشار داده، انقدر نمیدونم چیز میکنه که داره انگولک میکنه و داره اونو مریض میبینه و داره نمیخواد بپذیره که آقا اگر این حالش خوب نیست آیا من نقشی در اون قسمت دارم. و اینجا دوباره میخوام یه پرانتز باز کنم، خواهشاً نرین تو حس گناهی که ای وای ما اینا رو داغ، چون حس گناه دو مرتبه بدترین انرژی که باعث مریضی و بیماری های شما میشه، یه جور خود تخریبیه. سودی جان یه خانمی دوست عزیز پرسیدن که دخترم انتظار داره من سختگیری کنم و از تربیت مذهبم گرچه در حد ظاهری تبعیت کنم و بهش زیادی آزادی در حد جامعه غربی ندم. یعنی دخترشون انتظار داره از مامانشون که یه همچین برخوردی کنه. ممکنه ایشون بیان روی خط سخته کنیم؟ سودی جان آیدیشون هست _IDD. اولش رو نفهمیدم چی؟ SSEP پیداش کردی سودی جان؟ انقدر نه خودشون ریکوست بفرستن زوری جون اگه میخوان بیان، چون ما اصلا نمیدونیم که ایشون میخوان بیان، این برنامه داره پخش میشه، بعد نمیدونم دوباره داستان درست نشه که وای من نمیدونستم که روی صفم و نمیدونستم الان خوار شوهرم بله. و الان شوهر من آره بعد اول باشون چک بشه که میخوان یه ذره ببین یه ذره حرف همچین کلیر نیست که یک دختر جوون میاد میگه با من سختگیری کن و نذار که من آزاد باشم. این خیلی کلیک نمیکنش. برای من راستش سوالشون برای منم یه ذره خیلی واضح نبود که یه بچه جوون حالا اینو خودش داره میگه یا حالا شاید بهترش خودشون بگن. یه دوست عزیز دیگه گفتن سودی جون مثلا یه نمونه راجع به عملکرد پسرم تحت هیچ شرایطی در کلاس آنلاین نمیشینه، من هر راهی رو انجام دادم، نمیدونم اجبارش کنم یا رهاش کنم، پسرم 6 سالشه. پس تشریف بیارن تو این وبینار، چون اگه یادت باشه دلیل اینکه من خواستم این وبینار رو برای بچه‌ها و نوجوانان بذارم همین بود که گفتم که ببینین ما بذارین اینجوری براتون بگم، من به خاطر اینکه خب دوستای امریکایی من اکثرشون یا دکترن یا کوچن یا نمیدونم توی فضای عرفانی هستن، خب بعد این دوستان من بچه هاشون اون مدلی که بزرگ میکنن حالتهای هیپیواری هن اینا، که بچه از کودکی در نهایت عشق، یعنی که بچه وقتی میگه هر اتفاقی داره میفته یارو تلفن رو قطع میکنه میگه I'm sorry، من الان بچم گفت من باید برم، یعنی از اون کلیک اول ارزش به خود و به بچه یاد میدن، خب و خودشون در یک مدل آروم و نمیدونم همین مدلی که میبینی خونه من، سکوت و نمیدونم غذای سالم، گیاهخواری و اصلا نه جلو تلویزیون میرن نه تو سوشال مدیا نه نمیدونم این برنامه ها. شما زمانی که خودتون از صبح توی خونه شلوغ و پلوغ دائما باید یک صدایی اون پشت بچرخه، شما دارین بچه ها رو خرابشون میکنین. شما زمانی که چه میدونم بچه چند ماهه رو برای اینکه به کارتون برسین جلو تلویزیون میذارینش، جلوی نمیدونم تلفن میذارین جلوش، اینا شما دارین بچه‌تون رو خراب میکنین. پس در دنیای مادی که استیمولس در بیرون انقدر زیاده، شما خودتون باید این بچه ها رو از اول جلوی این چیزا اکسپوزشون نکنین به این چیزا، ولی شما جاتون درست نیست. پس بنابراین اون بچه الان با این استیمولس، این سرعت اطلاعات و صدا و نویز و اینستاگرام و گیم و این داستانه که میاد، اون الان اینجوری مغزش عادت کرده و وقتی که شما میخوان بیان بچه 6 ساله رو بشونینش حالا جلوی لپتاپ که درسش رو بخونه، اون براش هیجان انگیز نیست، اون خسته کننده است، نمیتونین بشونینش چون انقدر بیرون استیمولس چیزای جذابتر هست که برای چی بیاد بشینه اونجا. آیا 40 سالگی برای بابا من گفتم اصلا میدونین چه، برای اینکه جواب این سوالاتون رو بدم 40 سالگی موقع خوبیه برای بارداری؟ نه اصلا، الان اصلا دوران خوبی برای بارداری نیست، برای هیچ کس. آره. شما فکر کنم یه چیزی رو اشتباهی پین کردین، یه چیزی رو فکر کنم دستتون خورده پین شده. چی پین شده؟ اونجا که نوشته کوئسشن پایین از آقای کیان. آقای کیان چی گفتن؟ گفتن میشه با شما حرف بزنم تنها، فکر کنم جلسه خصوصی میخوان. خب اشکالی نداره، شما با من اگه میخوای دوست عزیز بیا الان اینجا تنهاییم دیگه، کسی نیست، چند نفره، 427 نفره، بیا اینجا تنها با هم صحبت کنیم. سودی جان الان صحبت در مورد بچه هاست یا میشه یه مقدار سوالای دیگه هم پرسید، سوالی که از دفعه قبل مونده بود؟ اگر که ما جوابمون رو دادیم، ما صحبتمون راجع به این بود که با بچه های تینیجر در این دوران که به هم ریختند. آره من این آقا رو پین کردم. There we go. درست شد؟ بله مرسی. بذار ببینم برای تینیجرها. داشتم اینو میگفتم، نه گفتم که این وبینار رو من برای این گذاشتم که کودکان و نوجوانان مدیتیشن، حضور در این لحظه، کوچیک زندگی کردن. ببینیم بچه ها، من خودم بهتون گفتم، من واقعا چند ماه پیش توی خونه بزرگ 3 اتاق خوابه، به جای یه دونه لیوینگ روم 2 تا لیوینگ روم بود. تمام چیزهامو دادم رفت، اومدم توی یه جای کوچیک با یه دونه تک مبل و یه دونه چیزای واقعا ضروری. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخوام در کمترین، در کوچکترین زندگی کنم. اون موقعی که من تا چه میدونم 6 ماه پیش که تو اون خونه بودم، از صبح یک ریز جارو برقی بکش، زمین رو بشو، غذا درست کن، بیان بخورین ببرین، نمیدونم ترافیک، این میومد اون میرفت، اون میومد اون میرفت، خیلی شلوغ بود و کلی وقت من گرفته میشد سر این قضیه. الان اینجا که اومدم اصلا اجاق گازم ندارم، 2 تا از این فرای کوچولوه، کمتر میخرم، کمتر غذا درست میکنم، کم دارم از تمام چیزهایی که اضافی زیادیه دست میکشم و تا اونجایی که میتونم. من اینو بارها بهتون گفتم، لایف هایی هم که شما از من میبینین بچه های رنجش کردن، میگن نمیدونم فردا این زهره الان اینجاست، شما امروز با فلانی لایف دارین، روز هفته رو مینویسن، ماندی، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه فلان. من روی سوشال میدیا نیستم، من نمیام ببینم چه تو این شلوغی بلوغی، برای اینکه این سوشال میدیا ما رو بدبخت کرده. شما نمیدونین چی داره سرتون میاد. راجب میتریکس صحبت کردم دوستان، این میتریکسه که شما کشیده میشین، بعد نمیدونین چقدر این روی شما اثر منفی میذاره، افسردگی و غم و رقابت و حسادت و نمیدونم همه این برنامه ها. پس برای این وبینار رو من گذاشتم برای مادر، برای کودکان و نوجوانان و بزرگسالان و این برنامه ها، برای اینکه روی همین قسمت کار کنیم. شما اگر زیادی بیرون شلوغه، بچه اکسس داره به تلفن، به بازی، به این و به اون، نمیاد بشینه درس بخونه، نمیاد بشینه یه چیزی که به اون جذابیت. بابا بیرون خیلی جذابه، انقدر شلوغ بلوغه. شما مادر پدرها باید از اول بچه‌ها رو اکسپوزشون نکنین به این شلوغی و تلفن و تلویزیون و سر و صدا. سودی جان، یه دختر جوون عزیزی میخوان جوین بشن. کیه؟ خب نیلو جان، شما میتونی ریکوست بفرستی عزیزم، روی اسم سودی جون بالا اگه بزنی اون آپشنی که برات باز میشه میتونی سند ریکوست رو بزنی. اگر نه سودی جان ببین، شما میتونی خودت اد کنی لطفا. انقدر این آدم داریم الان اینجا و اینا سری. نه من به شما میگم چی تایپ کنی سودی جون. بگو. بزن @m_ سختی به من میدی. @m_ نیلو NILOO 777. یکی اومد 77. اوکی نیلو، برات ریکوست فرستادم. زهره جان، ما به اندازه کافی راجع به تینیجرها گفتیم. سلام نیلو، کجکی هستی؟ آره تو کجکی، صاف بشو. آها خوبه الان؟ آره عالیه، بگو عشقم. خیلی خوشحالم که اومدم، مرسی من آوردیم بالا. من راستش میخواستم ازتون یه سوالی بپرسم. من یه مشکلی دارم، یعنی از زمانی که یادم میاد از بچگی و اینا همیشه استرس و اضطراب و اینای شدیدی داشتم و حالا بجز اون من کلا توی دوران بچگی و اینا خیلی درس میخوندم، یعنی کلا خیلی بچه درس خونی بودم همیشه و اینا. بعد الان امسال کنکور دارم و امسال که به اصطلاح سال سرنوشت و فلان و اینا باید یه دانشگاه خوب قبول شی و اینا، و خب همه از من انتظار دارن با توجه به اون پیشینه‌ای که دارم که مثلا خب حتما باید پزشکی میاری و فلان و اینا. الان تقریبا یه 3-4 ماهی هست، 3 ماه شاید باشه که با این، هم با شما که مامانم قبلا با شما آشنا بود من تازه آشنا شدم، هم با پیجای کلا خودشناسی و اینجور داستان آشنا شدم و مثلا علاقه من شدم به این قضایی و اینا. خیلی رو خودم کار کردم، سعی کردم که اون احساسای بدی که همیشه داشتم و افسردگی و اینا رو خوب کنم و الان خیلی حالم نسبت به اون موقع بهتره، ولی هنوزم حس میکنم که انگار که سطحی خوب شده و هر موقع ممکن دوباره برگردن اون احساسات. بعد به جز اون کلن الان مثلا تو این 3-4 ماه شاید به اندازه اون جوری که باید درس نخوندم، اصلا از خودم راضی نیستم و الان نمیدونم از چیکار کنم، اصلا نمیدونم که راهی که انتخاب کردم، رشته‌ای که میخوام برم اینا درستن یا نه. خیلی چیزای خوبی گفتی، نکته های خیلی زیاد و خوبی گفتی. ببین عشقم، اولین قسمتش اینه که کلمه رضایت رو گفتی. من اصلا از خودم راضی نیستم. پس اگه بخوام برای تو یه کلاس بندی بکنیم که کدوم کلاس ها رو باید برم سرش بشینم، اون کلاس اول و مهمتر از همه چی رضایت خوده. چون ببین من این کارو کردم. من دیگه 17 سالگیم از ایران اومدم بیرون و ببین من به خاطر اینکه روزی که از ایران اومدم بیرون واقعا با $1000 اومدم بیرون و به خودم قول دادم که هیچ وقت از خانوادم پول نمیگیرم، برای همین مجبور شدم به محضی که رسیدم اینجا دنبال کار گشتم، کار پیدا کردم و 12 ساعت تا 14 ساعت توی رستوران و پاشن بلند و بالا بدو و این داستانم. راجب اینم یه روز گفتم بعد توی شم داشتم برای بچه‌ها میگفتم بچه‌ها چون من منیجر اونجا شدم در عرض 3 ماه، بعد رستوران خیلی شیک بود که بعد که پاشنه بلند میکوشیدم تمام انگشتای پای من 12 ساعت 14 ساعت لاش تمام تاول میزد. شب قبل که از کالج میومدم میخواستم کفشم پام کنم، از زور درد این تاولای لای انگشتم پامو فشار میدادم، پامو میکردم تو کفش که 2 مرتبه برم. من زمانی که کالج میرفتم چون 12-14 ساعت کار میکردم وقت درس خوندن اصلا نداشتم. یعنی سر کالج که میشستم همه چیز دوروبر من خاموش میشد و من تمرکزم ضبط صوت صدای اون، چون میدونستم دیگه وقت ندارم که مثل بچه های دیگه برم بشنم تازه کتاب باز کنم درس بخونم. خب اما هدفم هم مشخص نبود. یعنی اولش گفتم خب الان عشق ورزش و نمیدونم این داستانا دارم میرم این داستان و کالجم که یه سری بعد بیولوژی و نمیدونم از این برنامه ها باید میخوندم که برداشتم. با تمام این داستان هایی که به تو گفتم، این همه درسی که خوندم، این همه رشته‌ای که عوض کردم، هیچ وقت از خودم راضی نبودم و جام با خودم درست نبود. پس به جای این که الان فکر کنی دکتر بشم یا مهندس بشم، اول بیا سر این که چی منو راضی میکنه، چی تو رو راضی میکنه. دقیقا مشکلم اینه که همینو نمیدونم. آها. و همیشه بهش فکر میکنم. آها. میدونی ولی نمیتونم. تو رو راضی نمیکنه اونی که من و تو با همینی که هستیم اوکی نیستیم، فکر کنیم حتما یه چیز دیگه ای باید بشیم که بهتر از این باشه. مشکل همینی که هستی چیه؟ گنگه برام میخوای بازش کنم؟ نه، حرف شما رو متوجه میشم، ولی اینکه شاید بیشتر با گذشتم مشکل دارم. مثلا با دوران بچگیم یا با مثلا کلا مسیری که طی کردم تا اینجا فکر می‌کنم که مثلا چه باید بهتر می بود. آها خیلی خوبه. یه بار دیگه این تیکه آخر بگو، خودم گوش کن. یه بار دیگه بگو. میگم که شاید باید مسیری که طی کردم از این چیزی که طی شده بهتر می بوده. چی اگر میشد بهتر میشد؟ یا تو از کجا میدونی که اگر اون این یه جور دیگه میشد بهتر بود؟ این فقط بازی ذهن و منیت نیست، عدم پذیرش. عشقم پس یه کلاس دیگه، عدم پذیرش، عدم رضایت. الان شد 2 تا کلاس، درسته؟ چجوری من میتونم همه چیز رو بپذیرم و بدونم که هر ثانیه زندگی درسته؟ میدونی؟ اون برنامه من رو دیدی، تجربه بعد از مرگم رو روی یوتیوب؟ بله. اونجا چی گفتم؟ ببین وقتی که من در نهایته، ببین از نظر کاری من خیلی موفق بودم ها. یعنی توی سال 80 کسی میخواست با من ترین کنه، $350 قیمت من بود یه ساعت، اصلا نشنیده بود. ولی از صبح تا شب من همینجوری سرم شلوغ بود، از نظر اسمی، از نظر اطلاعاتی، از نظر نمیدونم همه چی. ولی من غمگین ترین، عصبی ترین و ناشکرگزارترین آدم روی زمین بودم. بعد اون تصادف پیش اومد. همه چی درسته. تو میتونی الان اینو بپذیری که همه چیز یه جوری، همون جوری که در لایو قبلی با این دخترمون اسلامی، اسمش چی بود زهره، لایو رفتیم با هم؟ بهار اسلامی. با بهار اسلامی رفتم. آره چه دختر شیرینی. اون لایوی که با بهار اسلامی رفتم این قسمت رو گفتم عشقم. خب گفتم قبل از این که من و تو بیام همه چی رو انتخاب میکنیم. وقتی که میام تو این دنیا دیگه فقط داریم میریم سر کلاسا. میتونی کلاساتو عوض کنی اما نه خیلی. خب الان تو میتونی اینو بپذیری که تا به امروز هر اتفاقی که افتاده دقیقاً جهان هستی بهتر میدونسته که چجوری منو لید کنه سر کلاسام و کدوم کلاسام. تو میتونی اینو الان بپذیری؟ بله. من الان توی این مثلا توی این 2-3 ماه اخیر هی دارم سر این قضیه کار میکنم که خب تو باید در حالت تسلیم باشی و همه چیز درست بود و این همه درسات بود. کلمه باید و ازش بایدی نیست. من همیشه میگم توی لغت ناممون متاسفانه رو در بیاریم، چون متاسفانه انرژی منفیه، هیچی متاسفانه نیست. باید، شاید. توی انگلیسی هم ما میگیم که don't shoot all of yourself. یعنی به شوخی من میگم don't shoot all of yourself. انقدر رو خودت باید و شاید و باید و شاید نذار. اون اشتباهه، اونو در بیار. بایدی در کار نیست. تو الان در آگاهی الانت میخوای انتخاب بکنی که گذشته رو ببخشی یا نمیخوای. بایدی نیست، انتخابیه. خب الان چی باید بگم؟ یادم رفت. الان چیزی که میخوای بگی این هستش که الان من آگاه نبودم، حضور ندارم. حالا بیا در حضورت، بیا کاملا حضور پیدا کن. چجوری حضور پیدا میکنی؟ نفس آگاهانه میکشم، بعد افکار و کاری باشی ندارم، اجازه میدم بگذارم، فقط در همین لحظه هستم. آفرین. خب حالا الان که اومدی اینجا من گفتم 2 تا کلاس برات مشخص شد که چیه و تو میخواستی الان انتخاب کنی در مورد گذشتت. من میخوام که انتخاب کنم گذشته‌مو ببخشم، قبولش کنم، بپذیرمش. بعد اگه نخوای بکنی چی میشه؟ اگه تصمیمت متفاوت بگیری نخوای ببخشیش چی میشه؟ حالم بده، شاید حالم بده. و اینکه ببین عشقم، این حال بدن چه، گوش کن، ببین تو چه تصمیم بگیری که ببخشی، چه تصمیم بگیری که نبخشی، هیچ فرقی نمیکنه، چون گذشته. اون زمان و وقتی که میذاریم بریم توی گذشته که ببخشیمش یا نبخشیمش، بپذیریمش یا نپذیریمش، آیا واقعا انرژی هدر شده نیست وقتی که هیچ کاری نمیتونیم در موردش بکنیم؟ یه چیزایی هستش هم که در دست منه، یه چیزایی هست که در دست من نیست. من الان گذشتم و نمیتونم هیچ جور عوضش کنم، نمیتونم کاری باش بکنم. چرا انرژیم رو تلف بکنم جایی که هیچ قدرتی توش ندارم؟ به جای اینکه اون قدرت رو بیارم این لحظه، این ثانیه، الان من میتونم تصمیم بگیرم، الان میتونم زندگیمو متحول کنم. ولی سخته. چی سخته عشقم؟ همین که مثلا بخوای تصمیم بگیری که من هنوز مثلا نمیدونم که واقعا میخوام چیکار کنم، مثلا با این که میدونم تنها زمانی که وجود داره زمان حاله. شاخه به شاخه نپر، با من بمون، حضور داشته باش. کلمه سخت رو عوضش کن. اون چیزی که تو میگی ذهن تو اون رو میشنوه. یه بار این جمله منو تکرار کن. کلمه‌ای که من میگم ذهنم اون رو میشنوه، انگار که برنامه ریزی میشه برش. دوباره بگو. درسته. دوباره بگو، با حضور بیشتر بگو. اون چی، منو میمیک کن، ادای منو در بیار. اون چیزی که من میگم ذهن من میشنوه و باور میکنه. اون چیزی که من میگم ذهن من رو میشنوه و باور میکنه. انرژیش کمه، محکمتر، پر انرژی تر. اون چیزی که من میگم ذهن من رو میشنوه و اونو باور میکنه. پس وقتی که تو میگی خیلی سخته، ذهنت چی باور میکنه؟ سخته دیگه. عوضش، قابل انجامه، راحته. حالا اینو که میگی ببین با یک خوشحالی و شادمانی بگو آخ جون چقدر آسون و راحت گذشته رو عوض کردم، بخشیدم. اینجوری بگو. خب آخ جون واقعا خیلی راحت گذشته رو عوض کردن، بخشیدن، باور نکردم، بی حال بودن، باور نکردم. جوری بگو که من باور کنم. 500 نفر دارن میبینن. به 500 نفر چیکار داری؟ خب باشه، من باور دارم که خیلی راحته، خدا رو شکر، آخ جون خیلی راحته با عوض کردن گذشته و بخشیدنش. باور نکرد، بلند شو، بپر بالا پایی، آخ جون چقدر راحت گذشته رو بخشیدن، آخ جون. اینجوری بگو. چه خودم در تنهایی بگم؟ نه 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 نه، پشت بیا با هم دیگه انجام بدیم. من و تو الان حاضری؟ بله، با هم دیگه بریم. 1 2 3 آخ جون چقدر آسونه بخشیدم، خیلی راحته گذشتم و میبخشم، قدرت من این لحظه از این لحظه از این. جون جون جون. برو یه بار دیگه. عالی بود. یه بار دیگه. آخ جون چقدر راحت گذشته رو عوض کردم، واقعا خوشحالم، خیلی عالیه، من میتونم ببخشمش، خدا رو شکر که این فرصت رو دارم، واقعا راضیم، واقعا حالم خوبه، میتونم ببخشمش و خوشحالم بابتش. بهتر شد. آره. از من تایید نخواه قسم. اگه خودت فکر کردی که بهتر شد، بعدم ببین الان که من اینجا نشستم اصلا به این رقمه و شماره کاری ندارم. میخوام دوست داشته باشم، میخوام دوست نداشته باشم، میخوام کامنت بنویسم، میخوام ننویسم، میخوام باشن، میخوام نباشن، میخوام برن، میخوام بیان. وقت تو تلف آدم ها هیچ وقت نکن. آدم ها همیشه یه چیز بیخود و علکی برای گفتن دارن. وقت تو اونجا تلف نکن. خب حالا میخوای بری روی این قسمتی که چی کار کنی؟ پس تو عزت به نفس درست شد، گذشته رو باهاش اوکی شدی، بخشیدی. بعد دیگه پذیرش. آره تو دکتر شدن رو برای چی؟ اصلا این کلمه دکتر از کجا اومده؟ واقعا اصلا فکر نمی کنم. مثلا یه چیزی میگن که مثلا یه نفر میگه من از بچگی رویای اینو داشتم که دکتر بشم. خب. من واقعا اینجوری نبودم. ببین من چیزی که دارم میگیرم، انرژی که میگیرم، به من بگو آیا من اشتباه میکنم یا نه، چون من با انرژی چیزا رو میخونم. من به زبان افراد، اینی که آدما به من چی میگن کاری ندارم. آدما حرف زیاد میزنن، دروغم زیاد میگن، خودشونم خیلی وقتا اصلا نمیدونن چی میگن. من با انرژی و حس میرم. حس من اینه که اینو یکی برای تو انتخاب کرده. درسته. کی برات انتخاب کرده؟ نمیدونم، شاید یه مجموعه ای از افراد بودن، چه پدر مادرم، مخصوصا پدرم، چه مثلا از طرف من کلاس ششم که بودم، خب خیلی میگم درس خون بودم و اینا. بعد آزمون تیسوشان قبول شدم، رفتم مدارس فرزانگان و مدارس خاص و اینا. و کلا خب مثلا همه منو میشناختن، اینکه خب خیلی درس خونه و اینا. و حتی رشته تجربی هم که میخواستم برم دبیرستان، مثلا 100% دوستش نداشتم. یه لحظه صبر کن، چون من یه چیزی گرفتم تا در هفته بعد بهت بگم. پیامی که برای تو الان اومد اینه که شونه های تو خیلی سنگینه از اینکه یک سری دوروبر تو اون دارن به تو تحمیل میکنن خواسته هاشونو و اون چیزی که خودشون میخوان باشن و میخواستن باشن و باید بشن و جامعه باید بشه. همه اینا رو ریختن روی تو و شونه های تو الان خیلی سنگینه. دقیقاً. حالا چجوری خالی میکنی؟ نمیدونم، کاش تصویرمو بردارم. اوکی. تصویرم برعکس کنم. چرا؟ چون که الان یه جای عشق تو چشام جمع شده. اینجوری راحت ترم اگه اشکال نداره. اوکی عزیزم، باش. حالا اگر اشک توی چشام جمع شده، منم خیلی از اوقات اتفاق افتاده که جلوی دوربین گریه کردم، احساسی شدم. و اشکالی نداره که ما احساسمون رو نشون بدیم، اشکال نداره که ما بگیم ما شکننده میتونیم باشیم. تازه بیشتر به آدم ها وصل میشیم. تو میدونی که همینی که من اون چیزی که باعث موفقیت من توی تلویزیون شد 18 سال این بود که خودم بودم، چون هیچکی جلوی دوربین تلویزیون خودش نبود. متوجه میشی؟ اینو میتونی متوجه بشی که متفاوت بودن خوبه، نه یه چیز بعد. بله. اوکی. پس برگرد بیا اگه دوست داری. خب یه لحظه کنم. آره ولی اول حسابی گریه کن داد بیا. آره یه لایو تا صبح بریم من گریه کنم. خب ببین عشقم، متاسفانه اینو میگم، ما فرهنگ ما خیلی بیشتر روی این فشار میذاره که دکتر بودن، مهندس بودن، این از کمبودهای ما میاد. یکی از فامیل‌های من هستش که شوهر ایشون دکتر و جراحه. بعد یه روز داشتیم با من صحبت میکردیم، با من افتاد در همین بحث اینی که چرا من واکسن میگم نزنین، داستان پشت پرده کووید چه. بعد داشت به من میگو باره نمیدونم اینجوری اونجوری. یه دفعه من احساس کردم که گفتم ببین تو خودت دکتر نیست یا شوهرت دکتره، ولی بعضیا انقدر در خودشون این کمبود هست که میخمیرن زن دکتر میشن که اون مایه دکتریه به اینام بچسب. آخه تو اگه شوهر دکتره خانم دکتر میشی، اگه مهندسه خانم مهندس میشی. من نمیدونم این مدرکا چجوری در فرهنگ ایرانی ما یکی به یکی دیگه میچسبه. فقط در ایرانی ها اینجوری میشه، هیچ کی دیگه اینو نداره که تو مثلا برای همین تو هم همین کارو بکن، برو یه شوهر دکتر بکنین. همان بی خودی سال و 8 سال میخوای بذاری خودتو وقتتو تلف کنی، برو حال تو بکن. درست جونم دکتر کن میشه خانم دکتر. نه ترجیح میدم بمیرم. اصلا دوست ندارم. ببین عزیزم وضع تو میگینم، موقعیتی که درش هستی کاملا متوجه میشم. نمیخوام کلمه جنگ رو به کار ببرم، اما داستانی که هست اینه که تو همون جوری که در اول گفتم با نه فقط یک نسل فرهنگی مشکل داری، بلکه با 4-5 تا نسل قبلیه و اون گپ یا اون گپ چی میشه، اون فاصله‌ای که بین تو اون فاصله‌ای که بین تو، افکار تو، باورهای تو، حس تو هست با پدر و مادر، خیلی بینشون فاصله است. اما یه چیزی که به تو بگم، ما با دونستن این قضیه حالا همیشه ما 2 تا انتخاب داریم، یا اینکه قربانی این فرهنگ میشی، یعنی تو هم مثل نسل‌های گذشته میسوزی، یا اینکه هیرو یا اون قهرمان نسلت میشی. الان تو با من تصمیم بگی که میخوای قربانی بشی یا میخوای هیرو رو چی گفتم؟ خودم الان گفتم قهرمان. یا میخوای قهرمان این نسل بشی. خب قطعا نمیخوام قربانی بشم، ولی یه مسئله که هست الان میگم که مثلا نمیتونم بگم که اصلا دوست ندارم پزشک بشم، نمیتونم بگم خیلی عاشقشم، این همون رویاییه که من میخواستم. ولی از یه طرفم مثلا فرض کنیم که اصلا همچین مسیری رو اگه بگم نیومده باشم، خودم اصلا نمیدونم از زندگی واقعا چی میخوام، اینو مثلا میخوام چی رو انتخاب کنم. اوکی متوجه. ببین حواست به اون خشمه باشه. الان در تو یک خشم عجیبی هست، عجیب نه منظورم زیادی هست، و خشم زیاد کبد رو داغ میکنه. خشم تو از اونجاست که خانواده دارن خیلی به تو فشار میارن و نمیذارن که تو خودت باشی. الان در تو یک مغایرتی به وجود اومده، فشار اینها که گفتم روی شونه تو این فشار رو گذاشته که باید دکتر بشی، شاگرد اول بشی، و اون خشم تو در مبارزه‌ای که بابا ولم کنین، اصلا میخوام خودم رو پیدا کنم. تو الان عشقم در مرحله جستجوی خود هستی، نه رشته. و من همیشه اینو گفتم اگر گیج و گمین هیچ قدمی بر نداریم تا کلیر بشه، به اون کلیریتی برسید، تا اون فانوسه بیاد اون نور رو بندازه که تو راهت مشخص بشه. ولی مراقب خشمت باش، چون اون خشمه پدرتو در میاره، اون خشمه کبدتو داغون میکنه. الان مثلا یه سری ها همینطوری داشتم چشم خورد به چند تا از کامنت ها. الان شاید بعضی تصورش این باشه که مثلا مامان بابای من، شما قطعا میدونید، ولی اونا فکر میکنن که مثلا خیلی سنگدل و سختگیر و اینان، ولی واقعا اینطوری نیست. یعنی ببین من اینو میدونم، مادر خود من که تمام همسایه ها و تو همه جا چقدر این خانوم با کلاسن، حضورشون، شیکیشون، الابه. مادر من با همون زبان جذابش یک عمری به من صدمه زد. عزیز من، عشق من، تو بهترینی، زیباترینی، باهوشترینی، مثل این بیارزا نشو. با این لنگویج یک عمری من دویدم. میفهمم عشقم، میفهمم دقیقا. و بجز اون یه چیز دیگه که الان گفتین که مثلا تو مرحله خودتو پیدا کنی یا اینا، این دقیقا یه چیزی که خودم هم حسش میکردم. ولی مثلا چند وقت پیش، خب میگم یه مدت طولانی، مثلا شاید در حد 1-2 ماه خیلی کم درس خوندم، چون بیشتر تو این فازا رفته بودم و اینا، و واقعا تمرکز نداشتم مثلا. بعد الان دوباره مثلا بابام با هم صحبت میکرد و اینا، بعد اینطوری بود که خب حالا تو مثلا، خودم میدونم اشتباهه ولی نمیتونم این دلیل منطقی بیارم که حرفش رو رد کنم، میگفت که تو مثلا حالا این خودشناسی اینا رو ول کن، با اینکه خودش هم تو این فازا هست بابا، اینا رو ول کن فعلا، مثلا این 3 ماهو بشین حالا تمام انرژی تو بذار. و واقعا انرژی گذاشتن مثلا درس خوندن اینطوریه که روزی مثلا 12-13 ساعت درس خوندن دیگه وقتی نمیذاره که مثلا بشین چه میدونم مدیتیشن کنی، اینجور کارا رو خیلی کم میشه وقتش. بعد حالا تو مثلا 3 ماه بشین همه تلاش تو بکن و انرژی تو بذار، بعدش که دکتر شدی حالا مثلا هی برو واسه خودت تو کوه و جنگل و اینا و مدیتیشن کن. به اینم میگیم برین واش کردن، شستشوی مغزی. به پدرتون که من خیلی براشون احترام دارم، به پدرتون بگو سودی امروز توی لایوش یه تمرین داد که همیشه این رو میده و میگه که تصور کنین که این آخرین لحظه‌ایه که روی کره زمین هستیم و راهنماتون اومده و تو بر میگردی و زندگیت رو نگاه میکنی. راهنماها هیچ وقت دنبال این نیستن، وقتی هم که از اینجا میری میگن کلاساتو چجوری پس کردی، هیچ وقت راجع به این نیست که دکتر شدی یا نشدی، سایز 1 بودی یا نبودی، خونه و ثروت جمع کردی، راجع به اینا نیست. راجع به اینه که چقدر درگیر و ذهن منیتت شدی یا به دنبال خودشناسی و آگاهی رفتی، چقدر رشد روحی داشتی و کلاس‌هات رو قوی شدی. پدر شما دوست دارن که تو یک پزشک غمگینه، افسرده، دلخوره، از همه دنیا ناراضی باشه، یا اینکه یه کوچ، یه روانشناس، یه چه میدونم مربی ورزشه، خوشحال، راضی، آگاه، در این لحظه حضور داشتن، زندگی زیباست باشه. پدر شما کدوم رو ترجیح میدن؟ چون اگر تو مثلا در راهی که تو میخوای به خودت زور بیاری که روزی 13-14 ساعت بشینی درس بخونی، که بخوای پزشک بشی 8 سالم بخوای 10 سالم بخوای اونجا بذاری، تو یک آدم خشمین ناراضی از کار در میاد. آخرش هم ناراضی که برای خودت تصمیم نگرفتی، تصمیم برات گرفته شد. این همون ازدواجیه که خواستگار براتون پیدا میکنه، فرقی نمیکنه، همونه. شاید پکیجش یه ذره متفاوته ولی همون پکیجه که نذارن تو تصمیم بگیری، تو حق انتخابت ازت گرفته میشه و شده. و من افسوس میخورم که فرهنگ ما داره نسل بعدی رو هم اینجوری داغون میکنه، باعث تأسفه. حالا یه چیز بگم، من بابام این مدلی بود که همیشه من قبل از اینکه کلا با این مسائل آشنا بشم، خب میگم حالم اصلا خوب نبود، یعنی خودم اینو حس میکردم و کلا توی حالت شبیه افسردگی و نارضایتی و اینا بودم. یه مدت خوب، مثلا دوباره حالم بد اینجوری. بعد مثلا بابام خیلی با هم حرف میزد و اینا و مثلا این شکلی بود که تو اصلا خودش بهم میگفت که اصلا وقتی میدید حالم بده یا استرس دارم، میگفت اصلا درس نخون، ولش کن و اینا. بهم میگفت که مثلا حالت خوب باشه بیا با هم بریم بیرون و اینا، یعنی خیلی تشویقم میکرد به این چیزا. بعد حالا که مثلا الان حالم خوب شده، هم از یه طرف ذوق میکنه، میگه که خب خدا رو شکر که مثلا اومدی تو این مسیر و این داستانا، از یه طرف میگه که این همه مثلا 12 سال درس خوندی و زحمت کشیدی، مثلا به فناشون نده اینا رو دیگه، این 3 ماه هم مثلا همه تلاشتو بذار و منم دارم میخونم. ولی خب اصلا نمیدونم که اینجوری الان پیش خودم اینجوری هم که خب اب نداره تو بخون، حالا یه کنکور میدی، رتبه هرچی شد، سعی تو بکن که بهترین بشه و بعدش مثلا برو به اون چیزایی که دوست داری برس. از این طرف بعضی اوقات دوباره استرس و حال بد و اینا میاد سراغم چون فاصله نیست. ولی کلا میخوام بگم که مثلا بابام هم خیلی بعضی چیزاش خوبه، یعنی خیلی کمکم میده، حالمو بهتر میکنه، تشویقم میکنه و اینا، از یه طرف یه چیزاییش هم اذیتم میکنه. مثلا توی همین چند سال اخیر بابام خیلی کلا، چون خودشم توی خانواده خوبی نبوده، یعنی پدر مادرش اونجوری که باید شاید مثلا حمایت نشده هیچ وقت، همین قضیه طرد شدگی و همه اینا رو شاید داشته، حالش خودشم خوب نبود. من اینو کامل حس میگم و رو کل اعضای خانواده تاثیر میذاشت، چه من، چه خواهرم و اینا، بعد چه مادرم. بعد حالا الان چند ساله که مثلا رفته توی این فازا و خودشناسی و مثلا ببخشی و این داستانا، الان که حال خودش خیلی بهتر شده و اینا، خب رو کل خانواده تاثیر گذاشته. من مثلا قبلنا که تو این فازا نبود، خیلی مثلا بابام عصبی بود، خشن بود، هنوز فکر میکنم که مثلا اون اثرای اون دورانا توی من هست. خیلی نکته خوبی گفتی که پدر که عصبی بودن، زمانی که دنبال خودشناسی رفتن خیلی بهتر شدن، اما هنوز اون ضرری که اگه کسی با عقلت، اون دوست، کسی که میخواد بیاد باهات صحبت کنه بگو بیان بشینن عزیزم. اگر که نه، مامانم بود گفتی دیگه بیامونی، اوکی گفتی که قطعش کن دیگه، الان عمه و خاله‌ایناتم الان رو لاینن، قطعش کن دیگه زیادی. نه آره اینو متوجهم. ببین ولی میگی که پدر الان اومدن توی خودشناسی و الان که بازم این دوگانگی، خب حالا بخون دکتری تو، بعد اونم اینجوری میشه دیگه. این دقیقا همون استایل مامان منه که بچگی به من میگفتش که ببین بهترین دوست تو همیشه من هستم، نزدیکترین و بهترین دوست تو منم. و به محض که من اولین دوست پسرم آوردم که معرفی کنم، جنجال به پا شد که این به کلاس خانواده ما نمیخوره. من عاشق معلم موزیکم شدم، 13-14 سالم بود، بعد به مامانم گفتم آره من عاشق معلمم شدم، جنگ به پا در اومد که اینا خانواده مطربن، اینا به کلاس ما نمیخورن. همون داستان عشق من، میدونم داستانو میخونم، من بهترین دوستتم، هم صمیمی‌ترین دوستتم. بعد که میای میگی که آره و این به درد خانواده ما نمیخوره، داستان همونه عشقم. متوجهم. آره ولی من دیگه باید برنامه رو ببندم عزیزم، چون چند تا جلسه خصوصی دارم و اینکه برای اینکه صحبت تو رو ببندیم، در هر صورت اولا تو توی گروه خانواده روحی هستی؟ بله. اوکی. و دیگه زهره بانو هم که اونجا هست و فرزانه و همه داریم کمک میشیم. ولی تو وبینار هم شرکت کن، وبینار کودکان و نوجوانان حتما، چون اینو من بیشتر برای بچه‌ها و نوجوانان. مامانم شرکت کرده. مامانت شرکت کرده؟ بابا با هم دیگه هستیم دیگه. آره. خیلی خوشم. بابا جان مامانشون، مامان نیلوفر جون یکی از افراد فعال گروه هستن که خیلی قشنگ کپشن در میارن در مورد برنامه یوتیوب. عالی، یعنی واقعا کارشون حرف نداره، همکاریشون بی‌نظیره. لیلا جون، زهره جون میپرسن گروه خانواده روحی کجاست، اینو پینش کن اگه ممکنه. من از مامان سودی جون عزیزم اینجا نمیتونیم، اینجا اکتیو نیست. بچه ها باید توی دایرکت به سحر و پریسا یا به خود من، فرق نمیکنه، پیام بدن. اونجا ما میتونیم لینکو بفرستیم، اینجا اکتیو نیست، نمیتونن کاری کنن. یعنی نه اینجا نه تو پستا، فقط توی دایرکت یا توی بایو باید بذاریم. اوکی متوجه شدم، مرسی. بچه براتون میذارن توی دایرکت یا اینکه دیگه راهنمای این قسمتشو وارد نیستم. از مامان خیلی ممنونم، ولی حتما خیلی دوست دارم که پدرجان شرکت بکنن توی این وبینارمون. در صورت خیلی خوشحال شدم عشقم، اگر کاری کمکی. خیلی ممنونم گوش دادید، ممنونم ازتون. صحبت‌های با تو خیلی کمک کرد به همه. مرسی عشقم، شب خوبی داشته باشید. خب سودی جان، فقط من یه چیزی رو بگم. سوالا خیلی زیاد بود، سوالا اینجا خیلی زیاد بود، به خصوص در مورد مثلا یه دختر 9 ساله که لکنت زبان داره، یه پسر 7 ساله و یکی هم یه خانومی که همسرش رو، پسر دومش رو از دست داده و پسر اولش دیگه صحبت نمیکنه. ما سوال اینجوری خیلی داشتیم. فکر میکنی یه لایو دیگه بریم اینا رو جواب بدیم؟ بعد میخواستن جوین بشن و دوست داشتن که با خودتون صحبت کنن مستقیم. زهره جان من میخواستم که اگر که آخه دارم راجع به کلاب هاوس فکر میکنم، ولی میدونم که همه آیفونی نیستن، اکسس به آیفون ندارن. میخوای حداقل چیز بذاریم روی کلاب هاوس؟ ما شروع کنیم اگه شده، حالا هر روزم اگه من نمیتونم یه روز در میون یه ساعت و نیم روی کلاب هاوس بذاریم که یه سری حداقل بیان اونجوری سوال، چون میدونم زیاد تقاضایی زیاد داریم. اونایی که آیفون دارن الان میتونن روی کلاب هاوس بیان. بچه‌ها یادتون نره کلاب هاوس منم بذارین که دوستان جوین بکنن، بیان اونجا جواب سوال باشون کار کنم یا جواب سوالشون رو بدم. اونایی که نمیتونن اونجا بیان، بعد دو مرتبه یه لایو دیگه بذاریم که بتونن جوین بشن. آره چون تعداد سوالا خیلی زیاد شد سودی جون. من اینجا هر چی بود و یادداشت کردم و یه تعدادی هم خیلی دوست داشتن که با شما جوین بشن. کلاب هاوس چه رومی؟ ببین سودی جون ما بر روم رو درست کنیم، لینکش رو برای بچه‌ها بفرستیم. مرسی از بعد مشخص کنیم تایتلش رو. بله. بچه‌ها در ذهن واقعا از زهره و فرزانه که این همه ساعت دارن توی خانواده روحی برای شما عزیزان میذارن باید تشکر بکنم. شماهایی هم که توی خانواده روحی هستین لطفاً آتیش نسوزونین، زیادی از این سر و صدای اینا رو در نیارین. اینا در نهایت، البته اینا هم سر من انتخابشون کردم که سر کلاسشون نشستن که با 2000 خورده آدم کار کنن، از صبح بالا و پایین بکنن. من تشکر ویژه دارم برای این قسمت، ولی شما هم خواهش میکنم باشون همکاری بکنید. بله یک دنیا ممنون از زهره و فرزانه عزیز. در هر صورت بچه‌ها من مرسی از شما سودی جون. زهره جون کار این قسمت ها رو دیگه انجام میده، کلاب هاوس و روم و زمان و ایناشو، که برای اینکه بچه‌ها بیان حتما. و بعد اینکه دوستان عزیز حتما عزیزم در آخر. مرسی عشقم. پس میبینمت زهره جان، خودت باید لیف کنی. باشه عزیزم عزیز. مرسی سودی جون و مرسی از همه دوستان. خدا دنیا ممنون عزیزم، قربونم، با عشقم. خب بچه ها من در آخر اینو دو مرتبه یک بار دیگه، اول لایف گفتم ولی چون همتون نبودین یه بار دیگه بگم که این وبینار، هدف من از این وبینار این بود که نسل جدید رو ما نسوزونیم و بشه بهشون کمک کرد که در مدیتیشن حضور کامل در لحظه، نمیدونم اینی که اینا با کوچکترین و کمترین قانع باشن، دیسیپلین، نظم و ترتیب، همین سناریوهایی که میبینین که الان اینا نمیرن سر کلاسشون بشن چون انقدر بیرون سر. هدف من از این وبینار این هستش. در این حال گفتم که من دارم این زمان رو میذارم، به اضافه این همه بچه‌هایی که کار میکنن کمک میکنن برای من، که ما دو مرتبه میخوام این پول رو میریزیم توی ایران برای بچه‌های کار، برای کسایی که موقعیتشون خوب نیست. خواهش میکنم از کسانی که موقعیت مالیتون خوبه پرداخت بکنین و دیگه با عدم شفافیت نیان بگین که ما نداریم و نمیتونیم و فلان. قانون کار ما اون بذری که میکاریم همون رو درو میکنیم. بیاین با همدیگه این سال جدید رو شروع کنیم که در نهایت شفافیت زندگی کنیم، به همدیگه دروغ نگیم، به خودمون دروغ نگیم، مثل آب روان شفاف و زلال باشیم. بنابراین اینم از این. ما همه جوره برای شما چیز گذاشتیم، یعنی گفتیم که اگر برین روی کانال انگلیسی من سابسکرایب بکنین، سودی برنت انگلیش، سی دی میگیرین، دیویدی میگیرین، هرچی میخوان رایگان. اینجا نمیدونم بچه ها براتون میذارن چیزاشون رو، نمیدونم لایک کنین، شیر کنین، کامنت بذارین، سی دی، دیویدی، نمیدونم همه چی بهتون رایگان میدم. نمیدونم هزاران راه ما داریم برای شما میذاریم که نگین که سیدی گرونه، کورست گرونه، این گرونه، اون گرونه، نمیتونیم بگیریم، که بتونین شما بعد یک چیزی از خودتون بدین. بابا جون، انرژیه اون چیزی که شما میدی. شما نمیتونین فقط گیرنده باشین. وقتی شما فقط میخوان بگیرین و بکشین و چیزی نمیان بدین، شما میرین روی یوتیوب فرضاً برنامه من نگاه میکنین، چه میدونم 28000 تا ویو گرفته، بعد 120 نفر لایک کردن. آخه قربون شما برم، شما 28000 نفر میرین نگاه میکنین یه سیدی که من رایگان گذاشتم، عرفان یک، عرفان دو، اون وقت زورتون میاد یه لایک بزنین اونو یا یه شیرش بکنین. بابا قانون انرژی بده بسون هستش. من نمیدونم که چجوری به شما اینو براتون جا نمیفته که یه برنامه رو من خودم میرم روی یوتیوب، به مسی که 2 دقیقه یه چیزی رو گوش میکنم، میبینم یارو سابجکتش خوبه، وقت کشته، زمان کشته، اولین کاری که اصلا تمام نشده لایک میکنم یا براش یه کامنت مینویسم که چه مطلب خوبی بود، خیلی متشکرم. نمیدونم شما انقدر این چیزام درتون، معرفت درتون نیست که این همه برنامه و این همه لایو رو نگاه میکنین، یه لایک نمیکنین، یه شیر نمیکنین، یه کامنت انجام بدین دیگه. قانونه، این هم جزء قانون کارماست. انرژی رو شما میدین، انرژی رو میگیرین. ما اومدیم میگیم خیلی خب بابا جون شما پول ندارین، راست میگین پول ندارین، برین برای ما کامنت بنویسین، برین لایک کنین، برین شیر کنین، بیان توی گروه مطلب درارین، برنامه‌های منو گوش کنین، کپشن درارین. ما دیگه داریم همه جوره با شما کار میکنیم. قانون کارما بده بسونه. دروغ بگین، دروغ میشنوین. قضاوت کنین، قضاوت میشین. دوزی کنین، دوزی بهتون میشه. این دیگه خیلی واضحه. همه تون رو میبوسم دوستان عزیزم. تا برنامه بعدی.